خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. در این جمعه ابری دل شما روشن، آفتابتون گرم، و بشینیم با هم گل بگیم و گل بشنویم. واقعا اینجوریه، ما ایرانی ها به هم دیگه گل میگیم و گل میشنویم، یا فقط انتقاد و ایراد. و دیروز من داشتم توی واشنگتن، ترافیک بدی هم بود، رانندگی میکردم، یکی از این دوستان هی چپ و راست زنگ میزد. گفتیم خب بالاخره تماس میگیریم، شاید یه کار واجبی داره، و معمولا ایرانی هم پیام نمیزد. زنگ زدم و این دوستمون گفت که آی صبحی شما باز شروع کردی. یک خانمی بود. گفتم که چی رو شروع کردم؟ گفت که نه دیگه، این کار نکنید، شما ایرانی ها لیاقت همین آخونده رو دارید. گفتم صبر کن، پاتو از گلیمت دراز نکن بیشتر. وقتی شما میگی شما ایرانی ها، یعنی شما ایرانی نیستی؟ اگه ایرانی نیستی من نمیخوام قیافه کریه تو ببینم. عصبانی شدم. بعد گفتم منظورم اینه که ما کردا، ما ایرانی هستیم. گفتم صبر کن، اگه شما کرد هستی، بندم در کردستان رفتم برای شما خدمت کردم. و یادتون باشه دوستان، کردا در این پلیر سه چرا اینجا میاد؟ بله ببخشید، من این برنامه رو باید کلا خاموش میکردم، اون یکی رو روشن میکردم، یکم خواستم تنبلی کنم. بعض وقتا تنبلی باعث میشه شما کار رو چند بار انجام بدید. گفتم که شما دوستان کرد که در رژیم شاه که شما اینقدر طرفدارش میکنید، شما اون موقع هم که زندگی بدی داشتید. برید نگاه کنید، یه نفر از یکی از این دهات میخواست بیاد به شهر، باید چند ساعت چند روز با اولاغ و فلان اینها، بعد شما کردا مورد حمله شاه هم قرار می گرفتین. ولی خداییش بهتون بگم، بعد از انقلاب هم که خب این همه جا رو شما گرفتید، و یه آقای سرتیپی بود داشت صحبت میکرد، گفت که چه اتفاقی افتاد در دوره انقلاب و چند شهر و شهرستان و اینها به دست کردها افتاد و چجوری اینها مجبور شدن برن اونجا بجنگن تا اینها رو پس بگیرن. بعد حالا همه اینا رو ما میذاریم کنار، همه اینا رو پشت سر میذاریم، شماها بعدی که کردستان آزاد درست شد از یه قسمتی از سوریه و عراق و ایران، شماها که خودتون چند گروه شدید به جون هم افتادین، آخه حرف حسابتون چیه؟ این که من ایرانی اصیل هستم و شما ایرانی ها. البته گاهی وقتا یاد سعید کاووسی میفتم، سعید کاووسی به اشتباه همین سه شما ایرانی ها میگم، آقا بگو ما ایرانی ها، که خودت هم این عیبو داری. اگه خودت این عیبو نداری، اولا این عیبو داری، با وجودی که بدون عیب هستی و مبرا از هر اشکال، میای میشینی ماها رو نگاه میکنی که پر از عیب هستی. صحبت زیاده، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به اوضاع و احوال روز در آمریکا. مهمترین خبر استیضاح این مردک شارلاتان احمق ترامپ، که 70 و چند سال گفت یک بار پریدی ملخی، دو بار پریدی ملخی، آخرش نمیدونم به چنگی یه چیزی اینجوری ملخی، این سالهای سال با کلاشی، با کلاهبرداری، با سوء استفاده از قانون، با بیقانونی زندگی برای خودش گذرانده بود و برای خودش خوش میگذرون، تا اینکه حب قدرت به اینجا کشوندش که بیاد توی کاخ سفید و به عنوان رئیس جمهور آمریکا باشه. و حالا ببینید خودشو به چه روزی انداخته. مردک امباسادور یا سفیر خودش رو که بدونی که بهش بگه کشونده اینجا، بعد مثل این کارگرایی که یا صاحب مغازه‌های چیپ بهشون میگن اینجا، مثلا حقوق طرف میخواد بخوره، اول از کلیدشو میگیره، چی میگیره و اینها، میترسه. و الا خیلی ساده، آقا من تا امروز باهات کار کردم، شما برای ما کار کردی، خیلی ممنون، این 200 دلارم بگیر، ما دیگه به کار شما احتیاج نداریم. این خانم را از اوکراین آورده
اینجا، بعدم اینجا که بوده فایرش کرده. شما ببین خب فرق میکنه، کسی که میخواد دیگه کار نکنه یه جایی بهش میگن بیا اینجا، فکر کنه میاد میخواد یه خبری، بهش میگن بره، با کسی که بهش میگن آقا دستپا یا خانم دستپا جمع کن برو وسایلش و اینا، کلا احترامه. بماند این خانم با شجاعت، با شما شهامت، با راستی، با درستی الان آمده داره توضیح میده که چه سوء استفاده‌ای این از قانون کرده. مردک دیوانه همین امروز نشسته از کاخ سفید دوباره توییتر فرستاده که این توییتر میگن حالا بر علیه خودش از استفاده میشه. امیدوارم دموکرات‌ها این بار سستی نکنن و با مقاومت و استقامت این مردک رو واقعا بندازن بیرون. البته من از طرفی امیدوارم این 4 سال آینده هم این بشه، چون طرفداران نادان اینها که معمولا یه مشت بی سواد و کم سواد وسط آمریکا هستن، اینها همه اسلحه دارن و این اونا رو آماده کرده که اگه من انتخاب نشدم، حتی قسمت سری اول گفت من انتخاب و قبول دارم، انتخابات قبول دارم اگه من برنده بشم، ولی اگه من برنده نشم انتخابات قبول ندارم و طرفداران من بیان به خیابون. یعنی درست عین کشورهای جهان سوم، جنگ‌های حیدر نعمتی و الی آخر. حالا باید صبر کرد ببینیم چی میشه. امیدوارم یک کمی وضع دنیا بهتر بشه. خیلی خوشحالم که آقای هوشنگ شیرازی هم اینجا با ما هستن و آقای اکبری میگه خبر استیضاح شدن ترامپ را در فیسبوک نوشتم، نمیدونم چرا به بعضی از هموطنان برخورد. ببین آقای اکبری، شما وقتی یه خبری میذاری دو حالت داره، یه سری موافقتن، ببخشید سه حالت داره، یه سری موافق اون خبرن، یه سری مخالف اون خبرن، یه سری هم بی تفاوتن. شما نباید سورپرایز بشی که میگم آقا من میام یه برنامه میذارم، میگم من نظرم راجع به این اینه، طرف زنگ میزنه، وایستاده زنگ میزنه، حالا کسی که به من میگه آقای سوربی بیا بریم تظاهرات جلوی وایت هاوس، میگم برای چی؟ میگه که فریاد بزنیم با آقای ترامپ که به ایران حمله کنه. میگم این احمق که گفت من حمله میکنم، شما الان باید بری بهش بگی چی شد مردک، شما این همه قول دادی. خلاصه اون نباش که به خاطر اینکه یه کسی میاد میگه فلان، شما کارایی رو که دوست داری انجام ندی. مهمترین نمونهش آقای دکتر مصدقه، میگن روزی آنچنان ناراحت بوده که حتی داشته گریه میکرده و مادرش بهش میگه چیه، میگه که اینجوری هر کاری میکنم ایراد میگیرن اینها، این توضیح رو برش میده که شما برو ایستگاه قطارایی که وایسادن نگاه کن، همه قطاران بغلشون سنگ هم دیگه، دیدید این ریلا سنگ هست، و بچه ها هم نگاه کن، هیچ کس به این قطارایی که وایسادن سنگ نمیزنه، ولی وایستا این قطارها وقتی حرکت میکنن ببین چجوری به طرفشون سنگ پرتاب میکنه، مخصوصا اگر قطار حامل مسافر باشه. ببین بچه ها اینایی که نادان هستن از لحاظ سنی چجوری به این حمله میکنن. شما خودت رو مثل یک قطاری بدون که آگاهی بار زدی و داری میخوای این آگاهی رو منتقل کنی از اینجا به مردم، نگران اون سنگ ها نباش. اینم از این ماجرا و بریم ببینیم که چی میشه. و اما این دوست ما آقای مجید خوشنودی یک ویدیویی رو فرستاده بود از خاطرات سرتیپ سید تراب زاکری که اهل کاشان هست، یادتون اون شهر سهراب سپهری اهل کاشانه، و ایشون وقتی توضیح میداد آقای خوشنودی گفت چون شما در چند برنامه صحبت از شهریه مدارس دولتی، دوستان شهریه دبیرستان‌های دولتی در زمان شاه، که اولا بارها گفتم همین کلمات رو هم شاه به خاطر نادانی و کمدانی، همین آخوندا به خاطر نادانی درست استفاده نمی‌کنن. مدرسه دولتی یعنی چی؟ دولت که نوکر مردم، دولت که از مردم حقوق می‌گیره، پس این مدارس باید ملی باشه. اون مدرسه ملی یعنی چی؟ اون مدارس باید مدارس خصوصی باشن که اینجا بهشون میگن سکول، که همه میدونن اینا ملی هست، و میگن پرایوت سکول یعنی خصوصی. ما متاسفانه خیلی چیزامون قاطی پاتیه و به جایی که بیان اینا رو درست کنیم، حالا فکر این هستیم که بگیم سلام یا بگیم درود. شما یک عرب به من نشون بده که به هم دیگه بگن سلام، اصلا نداریم. طرف گفت آقا اینجا نوشته استعمال دخانیات اکیدن ممنوع، 4 تا کلمه عربی ما ایرانی‌ها باهاش یه جمله ساختیم،
اینو به دوستان عربیتون نشون بدید نمیفهمن و میگن این چیه. حالا آقای حسین نژاد یه روز ازش بپرسید آقا همچین چیزی دارن اونا برای نکشیدن دخانیات میان مینسن استعمال دخانیات اکیدن ممنوع؟ حالا این استعمال خودش خیلی بحث داره، از کجا استعمال میکنن، بالا پایین این سوراخ اون سوراخ بمانه، ولی ما کارهای اشتباه و خطا زیاد داریم. این آقای سرتیپ سید زاکری که میگه فارغ التحصیل سال 1345 داره از شهریه‌های مدارس شکایت میکنه از اینکه بعضی از دوستان میگن شهریه نبوده. خب شکی نیست چون سعی کردن که شهریه‌ها رو بردارن، ولی بنده ممکنه از اون یکی مسن‌تر باشم و اونجایی که من بودم آقا مدرسه احمدی که هست، آقای شاپور مهدیار و پسر خالش و اینها که هستن، زنده هستن و دوستان دیگه هم آمدن گفتن و بمانه. گذشت و رفت، خیلی رو گذشته شما پافشاری نکنید. ولی صحبتای این آقای سرتیپ زاکری جالب بود که تعریف میکنه که با وجودی که کاشانی بوده همیشه از دوره مدرسه دوست داشته حزب تشکیل بده و میخواسته 1000 نفر یا 1000 بچه رو بزنه و اینا جزو حزبش باشن. خب ما یاد گرفته بودیم با زور گفتن میخواستیم ملت رو بیاریم جزو حزب خودمون، از اون شاه گرفته که خودش اول میگه تک حزبی مال افراد دیکتاتوره، بعد انقدر به فکر سکس و زنبازی و همجنسگرایی اینها بود که یادش میره خودش میاد تک حزبی را میندازه و افراد احمق و واقعا خائن به مملکت. من کلمه خائن و مزدور کم استفاده میکنم، ولی اینها خیانت کردن به مملکت. همین آقای دکتر منوچهر گنجی که خودش طرفدار مصدق بوده بعد به تطمیع پول و حقوق زیاد و اینها عوض میشه و میره میشه وزیر شاه، اینها خیانت کردن که نیومدن بهش بگن آقای شاه این کار شما اشتباهه و آمدن روی حقیقت پا گذاشتن و با افتخار گفتن این حزب رستاخیز نه حزب تک نفره معمولیه، تک حزبی معمولیه، این حزبیست که سردبیرش آقای شاهه. حتما میگید این سوربی داره دروغ میگه، برید نگاه کنید اینو گفته، ویدیوش موجوده. اینو آقای دکتر منوچهر گنجی، کسی که ادعا میکنه در خارج درس خونده، کسی که ادعا میکنه در سازمان ملل بوده، کسی که ادعا میکنه یه مقداری از آزادی های زمان شاه رو ایشون باعث شده که صلیب سرخ رو برده و ایران برده ایران آورده، اون با افتخار میگه که این حزب تک حزبی کشورهای دیگه نیست، این حزبیه که شاه سردبیرشه. شاه کیه؟ اون روزم به آقای فلاح گفتم شاهی که حتی دیپلم نگرفته بود. البته یه دوستی یه جایی میگه خب آقای رضا شاه هم دیپلم نداشت. میگم ببین اون بحثی جداست، شما اول بگو شاه دیپلم داشت یا نداشت. حالا اگه بگیم دیپلم نداشت شاه، اون دیگه زمانی بود که آقا هر کسی حداقل یه دیپلمی میگیره، ولی این پسره که چی میگن جعلق رفته سوئیس، اونجا چشمش افتاده به این آدمای سفید و دخترای سفید و فلان، اینها چه کارا که کرده، بعدم با خودش که شوهرش رو برداشت آورد ایران. سلام دوباره، اشتباه نمیکنم، بله اون آقای ارنست پرون بود یا هر کی بود، شوهر شاه. و برای اینکه سرپوش بذارن روی همجنسگرا بودن شاه، نه یه زن که چند تا زن گرفت و نتیجهش هم این شد که آخرش هم بچه‌ش شاه نشد، بچه‌ش هم یه آدم عقب افتاده‌ای. همین خانم یه چیزی فرستاده بود که آقای رضا پهلوی چنین، میگم آقا دیگه خجالت بکشید، چند بار این رضا پهلوی رو آوردید خواستید علم کنید و خودش اصلا اهل این کار نبوده و نیست. و اما بنزین در ایران سهمیه بندی شد، دوباره اول زمستون شد و مردم بیچاره باید این کوپنی و سهمیه بندی و اینها، و من دیدم که نوشته بنزین آزاد 3000 تومان، سهمیه‌ای 1500 تومان. ولی چون ما ملتی هستیم که خودمون شروع میکنیم قرم قرم میگیم که دیگران بهمون بگن قرم ساق، این نوشته بود که بنزین آزاد 3 برابر. میگم آقا خودش نوشته 1500 و 3000 تا، یعنی 2 برابر، شما چرا میگین 3 برابر؟ نمیدونم. و اما در برنامه قبلی کانون آوا
آقای کرمی بودن، محمد کرمی از پاریس و آقای علی حاجری از آلبانی. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این برنامه ها رو ببینید. ضمناً در تلویزیون مردم چون ما خیلی سرمون شلوغ نیست و تبلیغ چلو کبابی و تبلیغ دکتری که نمیدونم مالتون فلان کنه، سلاختون رو تنگ کنه، فلان بیسار نداریم. هر کسی اینجا برنامه داره، برنامه هاش حداقل روزی یک دو گاهی وقتا سه بار پخش میشه و هر روز پخش میشه تا برنامه جدیدش. امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد هست که برنامه قبلیشون هم که بهایی ها ایشون رو تهدید کردن به حذف فیزیکی. دوستان حذف فیزیکی کلمه قشنگ تو آلومینیوم پیچیده شده برای مرگ. و اصلا آدم وقتی اینو به گوشش میخوره میگه مگه میشه یا آقای بهایی، یه خانم بهایی، یک کسی که اینقدر از دوستی صمیمیت اینها حرف میزنه، دیگران رو حذف فیزیکی یا به مرگ تهدید کنه؟ بله شده، فیلمش هم هست، میتونید ببینید. ایشون صفحه فیسبوک هم داره و الی آخر. خب اینایی رو که اینجا نوشتم براتون بندازم یک کنار، بذارم یک کنار. مجید رو گفتم، درباره سرتیپ سید تراب زاکری گفتم و آقای سعید خان عزیز، این دوست خوب ما، نوشته که ایشون وقتی در مدرسه بوده، با وجودی که مدرسه ملی بوده، ولی چون گفته بودند که شهریه‌ها باید مجانی بشه، حتی مدارس ملی هم شهریه‌شون مجانی شده، که خب اینم یه اشتباه بوده. آقا به اونی که بچهش رو اینقدر امکانات داره که میذاره مدرسه ملی، چرا مردم بیان پول اونو بدن؟ یا مثل اینجا که واوچر میدن، بگه آقا ما اینقدرشو میدیم به هر بچه ای، مثلا 12,000 تومان میدیم، حالا این دوست داشت بیاد مدرسه ملی که همون دولتیه، خوب گیت شدین، ملی دولتی، ملی پرایوات خصوصی، یا ببره هر جایی که میخواد. توی واشنگتن و بعضی از شهرها اینه، اگر شما دیدی که توی مدرسه، توی محل مدرسه دلخواهد نیست، یه واوچر داری، یه کاغذ داری، یه رسید داری که این یه مقدار پولی رو به مدرسه میده، میبری به اون مدرسه میدی، باقیشو خودت میدی و بچه تو میذاری یه مدرسه خوب. ولی یادتون باشه همین آمریکا هنرپیشه میاد $500,000 میده به یک مربی ورزشی، که مربی ورزشی به دروغ بگه که بچه این خانم ورزشکاره و بتونه مجانی و بره توی دانشگاه خوب، $500,000. ولی یه بدبخت سیاه‌پوستی، یک خانمی که 3 جا کار میکنه و دوست داشته که حالا که خودش به جایی نرسیده و مجبور اینجوری کار کنه، فرزندش موفق باشه، نگاه میکنه میبینه وقتی توی محلی یه بچه اونجا بزرگ میشه، خیلی مشکله که این موفق باشه، مثل محل میشه دیگه، درسته؟ این میاد میره آدرس مادرشو میده که بتونه بره برای یه مدرسه دیگه. باورتون میشه در آمریکا اینو گرفتن و به 5 سال زندان، اون خانم 14 روز زندان، این به 5 سال زندان محکوم شد. اینم از دادگاه‌های آمریکا. بعضی از دوستان میگن آقای رضا پهلوی احمد علی مسعود انصاری رو برد دادگاه. میگم آقا دادگاه‌های آمریکا بی دادگاه است. بیان نگاه کنید صبح چجوری 1,000 نفر پشت در دادگاه وایسادن و این وزیر وقت نداره که به پرونده ها برسه و چپ و راست برای پول، فقط پول پول پول، وزیر ببخشید گفتم قاضی، و اینجا قاضی رو گرفتن که برای اینکه پول بهش میداده صاحب زندان، بچه ها رو بدون اینکه شرایط زندان داشته باشن میفرستاده زندان. اوضاع خیلی خرابه، دنیا داره به جای بدی میره. ما هم نمیخوام شما رو نگران کنیم، ولی خب حقیقت تلخه. و اما بیایم اینجا ببینیم که این آقای کوین مارتین برای ما چی نوشته و ببینیم که اینجا چی میگه. خب باز هم بیایم این پرونده لایو رو برای شما باز کنیم. آها، سازمان نیاک که گویا، چون من خبر که ندارم، بر اساس گفته ها اون موقعی که آقای هوشنگ امیر احمدی با آقای تریتا پارسی
با هم همگام و هم کلام و همراه بودن، این سازمان یا یه سازمان دیگر راه میندازن، بعد جدا میشن، این میره اینجا، این میره اونجا، بعدم که تریتا پارسی رفته نمیدونم کجا کار میکنه و اینها. در هر صورت الان افراد دیگه ای هستن، اکثرا هم جوان هستن، اکثرا هم وکیل هستن، قانونای آمریکا رو میدونن و اینها. میدونید که چند مدت پیش، فکر کنم یه سال هم بیشتر شده، یک جوان ایرانی به نام بیژن قیصری یا بیژن قیصر اینجا کشته شد به وسیله پلیس، پارک پلیس. اصلا کار پارک پلیس این چیزا نیست. بعد فیرفکس کانتی و پارک پلیس و اینها یکم هم شکراب شد ماجرا و این آقا رو بردن دادگاه و دادگاه این رو به اصطلاح گفته he's not accountable، یعنی will not be held accountable، یعنی این رو مسئول نمیدونن. کسی که رفته بچه افتاده توی با ماشینش افتاده توی دچ توی گودال کنار جاده و این تق 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 تیر شلیک میکنه توی مغزش، که پدر و مادرش هم دنبال این کار هستن. من برای خانم جیلانی امروز یک دعوتنامه فرستادم که اگه امروز وقت داشت باشیم با هم صحبت کنیم. متاسفانه چون این دوستان تعداد زیادی فیسبوک دارن، بعضی وقتا خودم هم نمیدونم کجا فرستادم و جوابی نگرفتم. خانم جیلانی اگر مایل هستن امروز، چون میبینم اینجا هستن، معمولا سر کار هستن موقع برنامه ما، مایل هستن امروز درباره اوضاع و احوال زمانه و ایران و دنیا صحبت کنن، میتونن ساعت 3:30 که میشه 9:30 شب به وقت فرانسه با ما باشن تا ما از دانش ایشون مثل همیشه یاد بگیریم و استفاده کنیم. ضمناً آقای لادن امروز در فرانسه هستن، همونجوری که میدونید فردا یک نشستی هست با جمهوری دوم و برای ایشون نوشتم که اگر ویدیویی هست یا برنامه مستقیم هست به ما خبر بدید، ما هم بتونیم پخش کنیم و ببینیم چه میشود. پس این دعوت ما حالا اینجوری حضوری از خانم جیلانی و دو بار تا حالا دعوت کردم از آقای فرزاد نیساری، چون ایشون معمولا ماهی یک بار میان و چند دقیقه با شما دوستان صحبت میکنن و ایشون هم جواب نمیده، من دلیلشو نمیدونم. ببینید این روزا خود منم این اشکالو داشتم، وقتی رفته بودم آلمان با وجودی که یک آیپد نسبتا بزرگتر از این برده بودم، ولی این به دلیل اینکه خیلی راحته، از جیب درش میاری تلفن تو میزنی، بعد میگه حالا ببینم ایمیل چی اومده، مسیج چی اومده، فیسبوک چی، همه رو اینجوری چک میکنی. شما میدونید این تلفن رو چرا اینقدر باریک ساختن؟ میگه که طرف بتونی دستتو از اینجا تا اینجا بکشی، یعنی اون فکرش کرده که شما یه دستی هم بتونی از این ور به اون ور، از این ور به این ور کارات انجام بدی. بمانه من متوجه شدم بعضی وقتا مخصوصا ماها که سنمون بالای 60 هست یه چیزایی رو میس میکنیم، یه چیزایی رو نمیبینیم، یه چیزایی رو نمیخونیم. آقای فرزاد نیساری نمیدونم هستید اینجا یا نیستید، اولا ممنونم که درباره اون ماشینی که من در آلمان کرایه کردم شما توضیح دادید که بله آقا اسم این ماشین نیسان قشقایی هست. و اگه یادتون باشه نیسانای وانتبار وقتی اومد توی ایران که شرکت زامیاد اگه اشتباه نکنم درست میکرد، اینو همه که یعنی اونایی که بیشتر کارهای کشاورزی، دامداری، دهات اینا بودن، چون هم ماشین قوی بود به نسبت پیکان، هم به اصطلاح more reliable یعنی بیشتر میشد بهش اطمینان کرد و اینها. و آقای فرزاد نیساری برای من نوشته بود که این نیسان رو بله به اسم قشقایی ساختن و یه توضیح دیگه هم داده بود که به غیر از این ماشینای دیگه هم هست و بذارید من یه بهتون بشون How good are Nissan Qashqai نیسان قشقایی چقدر خوبه. نوشته که The Qashqai provides a good driving experience with low noise level and ride comfortable. واقعا درست میگه، میگه این چقدر خوبه این ماشینه. بعد توضیح داده میگه یه ماشینی ساخته که صداش کمه، شما باورتون نمیشه. من وقتی اینو به هم گفت دیزله به هم داد، رفتم روشنش کردم، گفتم این آقای اشتباه گفته، دیزل نیست. بعد اومدم نگاه کردم دیدم با استیکر بیرون تانک بنزین یا باک بنزینش
زرد نوشته دیزل که کسی اشتباهی بنزین نزنه، چون شما دیزل رو نمیتونید بزنید توی ماشینای بنزینی چون لولش کلوفتره و سوراخ ماشینای بنزینی تنگتره، ولی بنزین رو اشتباهی میتونید توی دیزل بزنید و اونایی که زدن میدونن بعدش چه مکافاتی هست، باید همه تانک رو خالی کنی، اگه نکنی تاق تاق میکنه، اصلا موتور رو دمیج میکنه، خراب میکنه. در صورت به این میگن که قشقایی پروید. آهان، معنی قشقایی میگن اسب پیشانی سفید، نمیدونستم تا امروز، خیلی جالبه. واقعا من مادر خودم هم یه جورایی از همین طایفه قشقایی های باید داشته، قشقایی های طرف مرودشت و اینجاها، ولی نمیدونستم که معنی قشقایی یعنی اسب پیشانی سفید. در صورت این ماشینه و من یه هفته داشتم اونجا، خیلی ازش راضی بودم و بهتون گفتم دلی هم از عزا درآوردم، اینقدر تند رفتم که دو تا تیکت حالا باید صبر کنم توی چیز بیاد و همین رنگی هم بود. ضمناً آقای اکبری هم وقتی که ما صحبت کردیم گفتیم ایرانی ها اونایی که میرفت از آلمان اینها ماشین می آورد و ما اینقدر عقب افتاده هستیم، ببین آقای کابوسی میگم ما اینقدر عقب افتاده هستیم که حتی اون استیکرار هم ازش نمی کندیم. ایشون توضیح داد که آقا اون استیکری که شما منظورته مینوش دی، این به خاطر، ببخشید هنوز عکس آقای حیرانی اینجاست، کامرای دو اینه، بله این ماشینه. خیلی هم بزرگ نبود به نسبت ماها که اینجا ماشینای بزرگ داریم، خیلی بزرگ نبود. میگن معنی قشقایی ترکمنستانی یعنی اسب پیشانی سفید یا سفید. در صورت این بود ماشین و میگم مرد لطف کرد چون من یه ماشین کوچیک‌تر گرفته بودم. بعد که صحبت، بعض وقتا صحبت کنید بعد نیست، البته نگاه کنید اگه پشت سرتون ملت وایسادن تو صف، حالا که نوبت شما شد اونجا وای نسید، خوشو بش کنید. اگه کسی نیست خب تازه یکم با اون که صحبت میکنین اینا از خستگی در میاد این فلان. ولی دیدم بعضی وقتا مثلا تو بانک، حالا شما نیم ساعت، ربع ساعت، ده دقیقه وایسادی، حالا یه نفر که رفته اون جلو، ها بچه‌ها چطورن نمیدونم فلان، آقا بیا برو به ما چه که بچه‌ها تو چطورن بمانه. این ماشین بود، ممنونم از توضیحات ایشون، ممنونم از توضیح آقای اکبری درباره اون علامت دی. و میگه چون ایرانی‌ها بیشتر از آلمان موتورای 300 دی می آوردن، بنزای خیلی خوبی هم بود واقعا، خود منم داشتم اینجا، دو بار هم داشتم، یکی 300 معمولی که 5 سیلند بود، یکی بعدن E300D، اونم خیلی ماشین عالی بود. و بله دوچلند، کلمه دوچلند یعنی سرزمین دوچ، این دی نوشته بود و این دی رو اینا نمی کندن، آفتاب میخورد کهنه میشد، تازه اگه میکندن هم رنگ زیرش یه چیز دیگه بود، ولی اینا فکر میکردن این علامت دیزله و نگهش میداشتن. ببانه، ممنون از تماس شما دوستان، ممنون از ارتباطتون. برگردیم به این ماجرای آقای قشقایی، نه بیژن قیصر. نیاک مثل همیشه با وجود همه فوشایی که بهش میدن، اینا یه راهی رو گرفتن و همون جوری که آقای چیز میگه، که آقای سهراب چمنارا میگه من یه راهی رو گرفتم و میرم، کاری به کسی ندارم. نه یا یه سری آدمای جوان اومدن گفتن ما چجوری میتونیم در سیستم آمریکا داخل بشیم و نفوذ کنیم، اون مهمه، نفوذ کنیم. دیدن باید برن قانون آمریکا رو بدونن، از طریق اینکه اینها لویر بشن، حقوقدان بشن، وکیل بشن، حالا این کار رو انجام میدن. از اون برم یک آدم مجاهدی به نام آقای که اسمش حسن داعی الاسلام، که برادرش هنوز هنوز حسین داعی الاسلام اونجاست، ایشون آمد و با نیاک در افتاد و فلان اینا، بعدم گفت پیروز شدیم. حالا پیروز شدی چی شد؟ اینو دادگاه برد، اونو دادگاه برد. و همه اینا وقتی یک کاری یه نفر انجام میده میگن اینا لابی جمهوری اسلامی هست. گفتم بهتون در آلمان که من بودم یک خانمی اونجا کمک جمع میکنه برای زلزله زده، میگه آقای سوری شما باورت نمیشه، طرف میگه خانم این کاری که شما میکنی باعث میشه که این زلزله زدگان راحت باشن، بر علیه آخوندها اقدام نکنن. بهش میگم آقا این زلزله زدگان شما ول کن،
شما برو دنبال باقیه ناراحتای ایران، اونا رو بر علیه چیز مگه سازمان مجاهدین فراخوان نمیده، آقای رضا پهلوی هم فراخوان بده، آقای چمنارا هم فراخوان بده، جنبش ایکس و ایگرگ و وای و زی و ای و بی و سی هم فراخوان بدن، ببینیم چهار نفر میان تو خیابون. نیست آقا، نیست، گول خودتون نزنید. آقای چمنارا سالها پیش به من برای من نوشت این صدای مردم ایران است. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت ما یه گروهی داریم. گفتم بنویس این صدای گروه ما است، تو پرانتزم بنویس 3 نفر 4 نفر. این صدای مردم ایران است یعنی چی؟ چرا به خودتون دروغ میگی؟ بعد چرا از اون ور به مردم میگید مردم غیرت ندارن، فلان ندارن؟ آقا مردم با شما وجه مشترک ندارن. وجه مشترک اگه داشتن می اومدن با شما همراه می شدن. شما ها نتونستید برید ببینید درد مردم چیه. شما هم مثل شهرام شبپره دیروز بود یا پریروز بود دیدم این مردک نوشته که ایران بهشت بود. بله، برای تو بچه سرهنگ سوسول لوس که لابد پات از شمرون بیرون نذاشتی، فقط رفتی کافه هایی نمیدونم چیچینی یا چیچینی و فلان و بعدم بلند شدی یه سفر رفتی خارج، شعر چیلیپوم خدا میدونه از کجا دزدیدی آوردی و برادرت و خانوادت و اینها بهش بود برای شما، ولی شما خبر نداری از دهات. شما نرفتی کنجون، نرفتی سربستون، نرفتی فسا، نرفتی نجف آباد، نرفتی دهات دیگه، نرفتی لار، نرفتی لامرد که کرم توی آب اینجوری چیز میکرد اینا با آب یواش بر میداشتن یا میجوشندن یا میذاشتن تهنشین کنه. اون وقت یه عده دیگه هم برای هم پخشش میکنن. منم رفتم نوشتم، بعد نوشتم الانم حتما احمقایی میان به من فوش میدن، عمدن اینو نوشتم که کسی نیاد. اینجوری بنویس آقای اکبری، بنویس من نظر خودم رو گفتم، حتما حالا احمقایی هستن که به من فحاشی میکنن، اون وقت دیگه نمیان. و اگه آمدن بگو دیدین بهتون گفتم احمق، اینا خودشون آمدن. یه کمی زبل با شما، چند مدت منو میشناسی، برنامه منو میبینی. ما اگه میخواستیم مثل شما اینجوری زود از میدون در بریم که میشد بیدی هستیم که به این بادا میلرسیم. 20 سال ما اینجا وایسادیم همینجا، حالا یا از طریق تلویزیون های دیگه. از سال 2003 تا الان، از دسامبر 2003 ماه آینده میشه دسامبر، 16 ساله همین تلویزیون مردم وایسادیم، حرفمونو میزنیم، دوستمون باشه بهش میگه نظر من اینه، آقای فلاح باشه. چندین سال من ایشونو میشناسم، حتی یادم یه شب خانم شیرین عبادی فکر کنم توی یه جلسه بود و اون خانم کار و اینا، اون موقع دکتر قهاری زنده بود و آمده بودن یه برنامه یه هتلی، اون آقای سهراب اخوانم بود و اینها، و همین آقای فلاح با یه خانمی که شوهرش رو بچهش ول کرده بود آمده بود با داور دوست شده بود، اینا و 3-4 نفر دیگه آمدن دم اون هتل تظاهرات. و اتفاقا من چون تو رادیو تلویزیون بودم گفتم خب برم ببینم چه خبره. آمدم بیرون و دیدم سهراب اخوان به اینا میگفت که حالا شما 4 تا و نصفی، که اون خانم نغمه فوری پرید جلو که تو به من گفتی نصفی، گفت آقا این اصلا همه جا مسئله، میگن آقا 4 تا نصفی اومد بدن اینجا، کاری با این ندارن که قدش کوتاه یا کاری با اون ندارن که زن فلان اینها. ولی از خودتون سوال کنید شما با این کارهایی که کردید به کجا رسیدید، به کجا رسیدید؟ ولی اونها همینجور دارن جلو میرن. اون حال خانه خانم عابد، شیرین عابدی عبادی ببخشید، شیرین عبادی، اون خانم چیچی کار یادم رفته، مهرنگیز کار، اینها اونا دارن کار خودشون رو انجام میدن. و شماها متاسفانه به خاطر احساساتی بودن، عصبی بودن، اصلا چرا میگن فلانی تعصب داره؟ برای که عصبی میشه، عصبانی میشه، به دیگران حمله میکنه. به این خانومه که دوستمونه، فامیل، دوست فامیل نیست، دوستمونه، من میتونم بگم 42 سال ایشون منو میشناسه و من 20 و چند سال ایشونو میشناسم. باورتون میشه؟ 42 سال ایشون منو میشناسه و من 20 و چند سال ایشونو میشناسم. در همین منطقه ویرجینیا هم هست، خیلی خانم برخوردش تنده حتی با همسر خودش، برای که منطقی نیست. میگم خانم، من به من میگه شما چپی ها، میگم من چه چپی بودم؟ مگه حزب چپی داشتیم که من تو اون حزب باشم من چپی باشم؟ میگه نه دیگه. شما، میگم خانم وقتی شاه ترسوی شما فرار کرد، بنده سرباز
بدون جیر و مواجب حکومت نظامی بودم در نیروی مخصوص هوابرد، کمیته مشترک هوابرد شیراز و شهربانی. آخه چرا علکی حرف میزنید؟ چرا هی به این اون تهمت میزنید؟ چرا میگید چپ؟ چرا به همه میگید چپ که فکر کنید همه چپ بودن؟ اگه همه چپ بودن خب شاه شما تو اون مملکت چی کار میکرد؟ باید حکومت رو میداد دست چپا، میرفت دنبال کار خودش. منطق ندارم. به این خانم میگم خب شما کردی، ایرانی کرده، باقیش ولی بیرزن تو سطح آشغال. خب دویچه لند، حالا این دویچه لند و اینها در صورت این باز برگردیم نیاک. نیاک میگه که این آفیسر یا اون کسی که این جوان ایرانی رو کشت داره به سر در میره و حالا چه باید کرد من نخوندم همه رو، بعدا متوجه میشیم. ببینیم که میدونید که حالا دیگه هر جایی ایستگاه خبر داره. بی بی سی میگه که راجر ستون مشاور و از دوستان نزدیک ترامپ در 7 اتهام از جمله دروغ گفتن گناهکار شناخته شد. اصلا به نظر میاد هر کسی دوست ترامپ باشه خود به خود گناهکاره. یعنی اول باید خطاکار و بد باشه تا بره سراغ این. این جمعه 24 آبان همین امروز راجر ستون این مردکه. و این حالا قیافش اینجوری نگاه نکنید، این یه کارایی کرده، عکسایی گرفته که اینم میگن مثل که یه کمی به اصطلاح پیچ و مورهاش شله، حالا پیچ و مورهای همه جاش بماند. بیایم اینجا و ببینیم چه خبره. همین به انگلیسی هم دیلی نیوز نوشته و اینه که من به دوستان میگم آقا خانم لازم نیست شما برای من خبرها رو بفرستی، من خودم صبح زود که بیدار میشم میام اول کسانی رو که برای من چی فرستادن میخونم، بعد که اینجا هستم اولا این خبرها رو خودمون گذاشتیم پاپ اپ میکنه، یعنی هم میپره بیرون مثل گندم برشته. شما گندم برشته میخوردین؟ یا مثل برنجک یا مثل پاپ کورن که تهرونی ها میگن چوسفیل، شیرازی ها میگن نقل پیرزن. کدومش درسته؟ به نظر من نقل پیرزن درست، چون دندون نمیخواست برای خوردن. و این چوسفیل هم اسم پاکتش چسترفیلد بوده، وقتی گفته این چیه گفته چوسفیل، اون یکی بهش گفته چوسفیل و حالا شما تهرونی ها به خوردن چوسفیل ادامه بدین، ما شیرازی ها نقل پیرزن، آمریکایی ها هم پاپ کورن. و اما ببینیم که برای شما چی نوشته. راجر ستون به انگلیسی نوشته، راجر ستون به اصطلاح اندایت شد یعنی محکوم شد و فاوند گیلتی یعنی گناهکار شناخته شد، خطاکار شناخته شد. چون اینجا وقتی شما میری تو دادگاه، دادگاه میگه شما را آوردن به جرم این که مثلا تو چراغ قرمز رد شدی، آیا شما این خطا را انجام دادی یا نه؟ اگه گفتی I'm guilty یعنی من خطاکار، اگه گفتی I'm not guilty یعنی من خطاکار نیستم. بعضی ها میگن I'm guilty with explanation. خود من برام یه اتفاقی افتاد، از توی چراغ قرمز رفتم چون دیدم ماشینی که من دارم رانندگی میکنم بزرگه و یه کسی پشت سر من داره میاد، این امکان نداره چراغ رو ببینه و من اگه ترمز بزنم این خانم با ماشینش زیر ماشین من، چون خانم داشت تکس میکرد. به قاضی گفتیم و قاضی هم گفت که خیلی ممنون، گفت خندید، گفت شما هم جلوتو میبینی هم پشت سرت؟ گفتم بله، با این آینه های بزرگی که داریم میبینیم و مواظب هستیم و اینها. گفت اوکی. بله آقای اکبری میگه همچنین در سربازی بدون جیر مواجه نبودیم، ما دیپلوما ها 100 تومن میگرفتیم و سربازهای معمولی 16 تومن. آقای اکبری واقعا برای شاه، برای ارتش، برای ملت ایران خجالت آور نبود که یه جوونی رو که 12 سال درس خونده 2 سال بیارن ماهی 100 تومن؟ خب به ما هم ماهی 1300 و ماهی 1400 میدادن، ولی شرم‌آور نبود؟ من 500 تومنشو باید میدادم با آقای سعید روضوی بچه آبادان، با آقای حمید معماریان بچه شیراز، 3 نفر یه اتاق گرفته بودیم 1500 تومن توی اهواز، برای که نمیخواستیم اون طرفش جمشید آباد، گوه آباد زندگی کنیم، این طرف زندگی میکردیم خیابون سیروس و خیابون پهلوی که آب بارون که میاد گوها توی خیابون شنا نکن. بعد 1300 تومن به شما میدن
500 تومنشو میدی اجاره، برات 800 تومن میمونه، جوونی که نه وسایل آشپزی اونجا داره، نه بلد آشپزی کنه، نه وقت آشپزی داره، باید بیشتر خوراک از بیرون بخوره، یک کاسه آش رشته میدادن 5 تومن. اینقدر آش رشته 5 تومن، تازه قیمتش خوب بود. درست نبود عزیزم. حالا دوره شما میگین، شما که همسن منی چجوری به سربازا 16 تومن میدادن؟ چون من یادمه تو هوابرد یه قاب عکس هم گرفته بودن با افتخار که به اصطلاح یعنی حقوقتون رو بگیرید، نمیدونم 13000 دهشایی بود، یه چیزی اینجوری بود که پولا رو هم خود پول گذاشته بودن، یه تومنی و یه دوزاری و یه قرونی و یه دهشایی اینا، که از آدم الان که نگاه میکنه میگه آقا اون ستوانه، اون سرهنگه نباید میگه آخه این شما به انسانیت دارین توهین میکنین. ما این 13000 دهشایی میدید به یه سرباز؟ بله درست، تو پادگان زندگی میکرد، حمام داشتیم، خوراک پادگان همیشه قابل خوردن بود، اون جایی که یه چیزی گذاشته بودن به نام فروشگاه میرفتی پرتقال میخواستی بخری، چند تا پرتقال شما باید میخریدی؟ 2 تومن، که حالا حقوق این ماهش 13000 دهشایی باشه، یا به قول شما 16 تومن باشه. راجستون در شهادت جلوی کنگره آمریکا به کنگره دروغ گفت. بله. و اما پول واجبی، آقای مانی خورسندی میگه این پول رو هم، یعنی باز برمیگرده به اسلام و مذهب، گفتن که این پول واجبی باید بدیم که این سربازا داروی نظافت بهش میگفت. بله. آقا اشتباه کرده. خانم عزیزی که به من زنگ میزنی میگی شما ایرانی ها لیاقت آخوندا داری، این آخوندا دوستای شاه هستن، برید بخونید، برید عکساشون رو نگاه کنید، دستبوس کی هستن، چرا دستبوسن؟ برای که حقوق بگیرن. شاه و فرع اینا رو توی آستین و دامن خودشون بزرگ کردن، انداختن به جون مردم و در رفتن و دروغ میگن به شما، میگن ما برای حالا حالم خوب نیست، برای مدتی میرم استراحت. دروغ میگن. کی برای مدتی میره استراحت؟ همه وسیلهش رو برمیداره میره، همه جواهرها رو برمیداره میره، که بعد خود فرع میاد طرف هم میاد پخش میکنه، نمیگه خب خانم احمق شما این جواهرها رو آوردید برای بیرون از مملکت برای چی؟ مگه مال مامانت بود، مال بابات بود؟ اینا مال مردمه، مال اون مملکته، پشتوانه مملکته. من 1353 خب همینم من بودم دیگه، شاید من دیرتر از شما تازه، یعنی من هم همین حدود اینا بودم، خب نمیدونم، ولی شما تو پادگان شما 4 بودید، ما هوابرد بود، اینجا بود یکم میرفت پوزه سنگوری بود کجا. بله. در هر صورت من این یادمه، این دفتر سروان محمدی بود، با افتخار اونجا زده بودن بغل اسلحه خونه، بین اسلحه خونه و یه اتاق دیگه بود، قاب عکس زده بودن، این از حقوق نمیدونم حقوق خود را بدانید، یه چیزی هم با افتخار نوشته بودن. خب خامنه ای گفت محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست. ببخشید وقتا هم گفتن یه گوی خوردن حالا تو گلوشون گیر کرده مثل استخون، اینا یه چیزی گفتن حالا موندن توش، که آقا ما به شما نگفتیم میخوایم فقط اسرائیل از بین ببریم، حکومت اسرائیل و مردم یهود و اینها باشه. هلیکوپترهای جنگی روسیه در پایگاه پیشین آمریکا در سوریه به زمین نشستن. سیل ونیز، ایتالیا بعد از 35 سال به طرح سدسازی شتاب میدهد. البته ونیز که همیشه رو آب بوده یا توی آب بوده، ولی میگن این بار خیلی وضع بده و ببینیم این بار چی میکنن. شهری که اینجوریه سالها میلیون ها نفر میرن و میلیون ها دلار پول اونجا خرج میکنن به عنوان ویزیتور، به عنوان چی میگن، گردشگر، توریست. آقای شهرام شبپره به گفته خودش دبیرستان نرفته ولی استاد موسیقی تقلیدی شده. والا منم اگر بدون دیپلم و سربازی آنقدر درآمد داشتم حتما ایران برام بهشت مفتخوری بود. حالا اگه میخوای مصاحبه کاملشو ببینی، با من و تو مصاحبه کرده این مردک، اینقدر دلغکه. یه دفعه اومده بود چلسیس اینجا،
بعد حالا مردم اومدن پول دادن بلیت خریدن، این اومد گفت که من هواپیما اومدم خستمه. اولا کسی که از کالیفرنیا میاد اینجا، اگه اینجا ساعت 8 شبه اونجا ساعت 5، یعنی بدن این هنوز باید به ساعت 5. ما اگه از اون ور بریم بس بله، مثلا من برم خونه سعید بعد ساعت 8 شب اونجا باشه، بهش میگم ببخشید دیگه برای من 11 شبه، منم پیرمردم باید بخوابم. ولی این پوفیوز یه همچین آدمیه، یه آدم لوس نونو، بعدم چه آقا حالا ده فکر دیارم دیگه، بعد اینا رو میخواد به عنوان وطن پرستی غالب کنه. همین دوستمون آقای چیز یه مدتی بلاکش کرده بودم، دوباره از بلاک درش آوردم، آقای فرخ سپهرار و خواهرشون و دوستانشون اینو پخش میکنه. من نمیدونم هدفشون از پخش این مزخرفات چیه، که ایران بهشت بوده؟ خب ایران بهشت بود، مردم هم در بهشت زندگی میکردن، درست داستان حوا و آدم تکرار شد، خر شدن اومدن بیرون. آقا اگه بهشتم بوده همون بهشت خدام درست نبوده. آقا این خدا کرم داشت که یه ماری بذاره، یه درخت سیبی بذاره، به اینا بگه نخور، اینا خب درخت و مارو مینداختی بیرون، بعد یه شیطونی بذاره که با 124,000 پیغمبر حریف این شیطون نشه. والله بالله این شیطون بهتر از این خداست، قدرتش بیشتر از این خداست. میخوندی بعضیا رفتن شیطون پرست شدن. و اما حزب مورالس و دولت موقت بولیوی برای برگزاری انتخاب حزب مورالس و دولت موقت بولیویا برای برگزاری انتخابات جدید توافق کردند. خب ببینید اون دیگه مورالس وقتی در رفته رفته، این حزب مورالس نیست. اینم فکر کنم تیترایی که ایرانیا وقتی می‌نویسن اینجوری یه کمی قرض‌ورزی و مرض‌ورزی می‌کنن. حزب رو بنویس چی بوده؟ حالا اگه رهبرش مورالس بوده یا انتخابش مورالس بوده، مورالس که رفت مکزیکو قصه تمام، ما می‌گفتیم شاه مرد قصه تمام. تمام شد. بله اینم از این. و جویندگان گنج در ترکیه دریای نادر 12,000 ساله را خشکاندن. یعنی شما فکر نکنید عدم مدیریت فقط تو ایران دریاچه رضایی خشک میشه، در ترکیه دنبال گنج هستن، رفتن دریاچه 12,000 ساله را خشک کردن. خب بله، خب دوستان آقای داوود جلیلی رو بخونید ببینید، اینا هستن همون طرفداران پهلوی، 57 سال، همین مادر قهوه پدر قرمساقش که احتمالاً دوز بوده، اینا به مردم فحاشی کردن، امروز هم میاد اینجا، امروز هم میاد تو فیسبوک فوش میده. یعنی اینا آدم نشدن. حالا ما چه کارشون میکنیم؟ میام اینجا قشنگ با یه تیپا و تو سری میندازمش بیرون، به شما نشون میدم. آقای اکبری شما اگه گذاشتی تو فیسبوک چیزی، کسی آمد اول با روی باز انتقادات و اختلافات و اینا رو قبول میکنین، بحث میکنین، ولی وقتی دیدیم آقا طرف اولاغه، طرف شازدن، طرف میگه پدرش، چون پدرشون میدونن همه اینا، باباهاشون مادراشون رو با افتخار میبردن میدادن به شاه و این و اون تا بگان و این یه تویفه مثل این بیاد، شما چکار میکنی؟ میای اینو مینویسی اسمشو داوود جلیلی، خیلی قشنگ. وقتی اون الاغ پیدا شد عکسش هم به شما نشون میدم، نگاه کنید. بعد کلاه کسکشی هم سرشه قشنگ، اینم این تبلیغ مجانی برای احمقای دیگه مثل این الاغ که دوست دارن اینا رو جمع کنن طویلشون کامل بشه. خب دیدید اینا؟ حالا میاین اینجا قشنگ چیکار میکنید؟ اینجا این زیر اسم اینجا میبینید؟ میزنی بلاک، میندازیش بیرون راحت. آقا 57 سال اینا مملکت گل و بلبل دستشون بود، دو دستی دادن دست آخوند و فرار کردن. بفرما اینجا هم دیلیت. بله حالا آقای سم نوشته احمق تر از سربی شما هستید که نشستید این برنامه رو تماشا میکنید. دوستان به شما نیست، به اون مردی که هست که عکسشو بهتون نشون دادم و انداختمش بیرون. خب راست میگه آقا، اگه تو از کون ولیعهد میخوری خب برو بخور، اینجا نشستی چی کار میکنی؟ اینی که میاد اینجا
آقای اکبری نظرات منو میدونه، حالا سر 16 تومن حقوق و سر 13000 درش ممکنه با هم اختلاف داشته باشیم، که به قول دوستمون آقای جعفر معبودی کجا بود؟ کمره‌ای، جعفر معبودی کمره‌ای، بچه دروازه کاظم، به قول اون مثلا میگه ما سر 100 تومن دوستمون به هم نمیزنیم. خب اجازه بده آقا من اونم پاک کردم، اینم پاک کنم. آقای کاووسی قبل از اینکه شما بیاین اینجا من درباره شما صحبت کردم، کاش میتونستم دوربینو بچرخونم این بر و این آهوی زیبا رو بهتون نشون بدم. هوا سرد شده، اینا با این پاهای ظریف و هیکل خوشگلشون میان دنبال برگ درختان و سبزی و اینها. خب اینم از این. و بله دوستان ببینیم که چه باید کرد اینجا. خب حالا میگه همین حقوق رو هم سرگروبان میخورد و نمیداد به سرباز. دوستان نگاه کنید، همون حقوق رو هم میگه سرگروبانه، همون 13000 درشون، همون 16 تومن رو هم سرگروبان میخورد. خب حالا بیان بگیم آدم سرگروبانه آدم بی‌ناموسی بوده. آقا اون سرگروبانه هم یه بچه‌ای بعد معمولا از دهات میومد، به خاطر قدرت، به خاطر سواد که نداشت که، 9 کلاس 8 کلاس سواد داشت، اومد میومد میشد سرگروبان. اوکی، کم بود، به اونم حقوق کم میدادن. شما فکر کنید سرگروبانه کجا زندگی میکرد؟ همون شهر شیراز که این ورش ارتش سوم بود، اون ورش هوا برد بود، اون ورش پادگان بود، اون ورش زرهی بود، اون ورش پایتخت بود. اینا کجاها زندگی میکردن؟ خیابون زن زندگی میکردن؟ همشون تو نمیدونم محله‌های جنوب شیراز یا استان فارس زندگی میکردن با یه وضع بدی. مجبور پول از سربازه بدوزه تا بره بده به خانوادش. یعنی همه چی بد بوده. حالا یه کسی به این شهرام شبپره قرمساق بگه احمق تو کجا بودی که بهشت بوده؟ بیا به مردم بگو کجا بودی که بهشت بوده. این آقای چیز یه دفعه اومد توضیح داد که آقا این رضا پهلوی اومد نمیدونم دسفول کجا، بعد میگه همونجا براش یه ماشینی آوردن از این ماشینای کورسی، حالا این مثلا 15 سالش بود قبل از که بیاد آمریکا، میگه دور زد چنان خاک بلند کرد داد به مردم که یکی نبود به این بشور بگه خب بابات که اینجا رو آسفالت نکرده، تو یه احمق هم که با این ماشین اینجوری رفتی، حالا چیه؟ اصلا همه چیش خراب بود. ساعت 2:58 دقیقه است. اجازه بدید بریم سراغ این خواننده‌ای که من در برنامه هامم قبلا بهتون گفته بودم آقای بود. من یه ویدیویی دیدم ایشون تقریبا داره همش شکایت میکنه از من دیگه بهتر، نمیگم از من بدتر، از من بهتر داره از زمین و زمان بد میگه و الی آخر. ببینیم که این چیه. بله ببینیم باز اینجا. اوکی، آقای عباس صالحی، عباس صالحی چون ایشون لطف کرده بود دعوت ما رو پذیرفته، حالا یک تبلیغ کوچولویی هم برای ایشون انجام میدیم، صفحهشو به شما نشون میدیم، با عکسش آشنا بشین اگه خواستید، بعدا با ایشون در تماس باشید. چون اصلا ایشون نگاه کنید نوشته با سالها تجربه کاری در زمینه خوانندگی با بهترین دستگاه‌ها برای عروسی شما عزیزان در بهترین تالارهای ایران. من فکر میکردم ایشون لاس وگاس هست، چون برای ایشون نوشتم به وقت شما ساعت 12 ظهر، به وقت ما ساعت 3 بعد از ظهر. حالا ببینیم یه دقیقه دیگه هنوز سب. وحشت ماموران از مردم که در خیابان‌ها ریختن و نشستن. خب آقا حاضرن پاشین برین دیگه. آقا من نمیفهمم، مردم که حاضرن، کیا غایبن؟ مجاهدین غایبن، شاه چی میگن، شاهنشاه سوم چی باید بگیم به این مرده که تنبه، اینا غایبن، شما که خارجی غایبه، بلنشین برین دیگه، یا دروغ میگی. یکی دیگه یه ویدیوی درست کرده بود فرستاده بود با آب و تاب که بفهمن. خامنه ای هم دیگه فهمید که رفتنیه. آقا خامنه ای 80 ساله بر فرض که رفتنی باشه، این دیگه از چی میترسه؟ اینا وقتی جوان بودن ببین بابا دشمنمون، ولی ببینید چی کار کردن، چه جرعتی داشتن، کجاها رفتن، تو کشورهای غریب رفتن دوره دیدن، اومدن نمیدونم منفجر شده، دستش حالا چلاق شده،
یکی از اینا رو شاه و اطرافیانش قرار یعنی نتونستن شهامت داشته باشن. آخه شما کاری نکنید که اینا رو آدم مجبور بشه بگه. حالا دیگر خامنه ای هم مجبور شد اقرار کنه. آمد خیلی قشنگ خامنه ای توضیح داد که این آمریکا دشمنیش با ما آخوندا نیست، از قبل هم دشمنی داشته با ایرانیان. قشنگ آمریکا رو چسبوند به دشمنی با ایرانیان. خب برید گوش بدید. بریم سراغ آقای صالحی. درست ساعت 3 بعد از ظهر. چرا این برنامه اینجور شد؟ الان پیداش میکنم به شما خبر میدم. لایو ویدیو از فیسبوک قطع شد. لابد گفته 2 ساعت برای کانون آوا استفاده کردی، حالا میخوای 2 ساعت اینجا پدر ما رو در آوردی. بیاین دوستان دوباره و تماس بگیریم با آقای عباس صالحی، ببینیم که از طریق مسیج و از طریق ویدیو. خب میگه کدوم ویدیو؟ همونو بگیم باشه. میکروفون هم 3 الان. بله اینم روزگار غریبی، هر روز ما اینا رو انجام میدیم. دوباره وقتی میخوایم تماس بگیریم you will need to allow microphone. بابا والا این کار کردیم، گفتیم میکروفون شماره 3 هم برای ایشون، مگر اینکه بگه با این فایرفاکس با بعضی از اینا کار نمیکنه، ولی بهت نمیگه مستقیما، هی میذارتت سر کار تا آخر خودت بری به اصطلاح بفهمی که کار نمیکنه. آدم هم یادش میره دیگه، درسته؟ بذارید ببینم اینجا با کروم حالا میریم سراغ آقای عذر میخوام ازتون، سراغ آقای عباس صالحی. نمیدونم چرا من فکر کردم ایشون لاس وگاسه، شاید اون عکس قدیمیه که نوشته در ایران و الان لاس وگاس زندگی میکنه، چون اتفاقا برای من نوشته شما از کالیفرنیا هستید، من برام آسونه بیام اونجا. گفتم نه قربان من در واشنگتن هستم. خب با این ببینیم چی میشه. باید به ایشون میگفتم با اسکایپ با هم تماس بگیریم. خطا از من است، ببخشید. این چقدر راحته. خطا بله. You need to allow microphone فلان. Okay, continue. Allow block فلان. کامرا گفتیم، اونم گفتیم continue allowing Facebook to access your camera و microphone. نمیدونم دوستان. Allow always block camera. نه نمیخوام. خیلی ها میگه ادامه بده به اینکه فیسبوک از دوربین و از میکروفونت استفاده کنه. ما میگیم باشه، بعد میزنیم هیچ اتفاقی نمیفته. الا کامرا و میکروفون. کاش که من به ایشون بگم با اسکایپ لطفا تماس بگیر. اسکایپ براشون بنویسم. حالا اگه نشد یه وقت دیگه، چون میدونی این وقتی یه چیزی راه دست ما میشه اون وقت تنبل میشیم. بلا این فیسبوک من اتفاقا مثلا رو تلفنم با فیسبوک با خیلی ها تماس میگیرم. دیروز بود با دوستانی که آلمان هستن صحبت میکردیم و اینها راجع به دارو که وضع آمریکا چقدر بده و اونجا دارو رو اینا ببینم میتونن ارزون تر بخرن، بعضی داروها رو میتونن بدون نسخه بخرن. خب ببینیم صدا میده. بله داره وصل میشه. سلام و درود خدمت شما. به به دوستان، آقای عباس صالحی رو داریم. آقا شما لاس وگاس هستید یا ایران هستید؟ من لاس وگاس هستم. بله آقا، چون اون تبلیغی که روی عکس صفحتون هست نوشته که عروسی و اینها در ایران، من فکر کردم شاید شما ایران زندگی میکنید، لاس وگاس رو میایین و بر میگردید. خب ما یه اشکال بفرم ببخشید خدمتتون عرض کنم که من ایران برنامه اجرا میکردم تهران و خواننده بودم سالها و صبح هم که کارمند بانک بودم، کارمند بانک ملت بودم. آره من فیلمتون رو نگاه کردم، 15 سال شما کارمند بانک بودید.
18 سال. خب من فکر کنم اونی که دیدم فکر کردم 15 سال، مهم نیست حالا هرچیه. شما یه ایرانی هستین که صبحها کارمند بانک ملت بودین و بعد از ظهرها که وقت خودتون بود و اینها برای مردم، برای شادیشون و برای هنر، برای خودتون به اصطلاح برنامه های هنری اجرا میکردین. من یه ویدیویی از شما دیدم آقای صالحی، تو اون ویدیو دیدم شما هم مثل من دل پری داری و از زمین و زمان انتقاد میکنی و گفتم در اون مورد یه مقداری با هم صحبت کنیم. البته یه چیزایی شما گفتید که من مخالف اون هستم، مثلا اون جوری که شما گفتید من حتی به صورت انتقاد گفتم خب اگه اینجوری باشه پس شما میتونید بگید استاد موسیقی شما هستید، هر کسی میخواد از این دروازه عبور کنه باید مهر استاندارد شما خورده باشه. ولی اینجا ما دیدیم که مثلا این آقای آدم چیز گیتار میزد ول کرد رفت، الان هم گیتار میزنه ول کرد رفت خواننده شد. دیدیم خیلی ها یه دفعه خواننده شدن خودش میگه اصلا من بلد نیستم موزیک بخونم. بگید این مال بیتلا کیه که چپ دست گیتارش هم شکل ویالونه؟ این آقا میگه من بلد نیستم نوتای موزیک رو بخونم. من ساکت میشم، شما یه مقداری از خودت بگو. متاسفانه تصویرتو نمیتونم داشته باشم، عکس فیسبوکی رو نشون میدم که دوستان اینجوری هم شما رو بهتر بشناسن تا دفعه آینده با اسکایپ با هم صحبت کنیم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید ببینیم نظر شما کلن در رابطه با ایران، زندگی در ایران، هنرمند بودن امروز در لاس وگاس چگونه است؟ ببینید اول از اینکه سلام عرض میکنم خدمت همه هممیهنهای عزیزم و همچنین شما که مدیر این برنامه هستید و سازنده این برنامه هستید. ولی من خب در تهران خیلی ها منو میشناختن که چون تو خونه هاشون میرفتم، تو هتل وین بودم، هتل استقلال بودم که هتل های خیلی معروفی بود و توی تالار ندارا بودم، تو خیابون میرداماد، نفش تقریبا بزرگراه مدرس و میرداماد بودش اونجا و من اونجا خیلی برنامه اجرا کردم و این الانم 5 ساله که من اومدم و برای خیلی از هنرمندهای بزرگ سینما من برنامه اجرا کردم، آقای کشکویی، آقای نوروزی و خدا بیامرز آقای ناصر حجازی که تقریبا من موقع که برای فامیلاشون برنامه اجرا کردم ایشون هم خودشون اونجا بودن. و خدمت رو عرض کنم که بعد از 6 ماه یعنی این اتفاق براش افتاد که خیلی سریع سرطان تمام بدنش رو گرفت و خودش هم نمیدونست و به خاطر همین یه ماشین ماکسیمو داشتش اگه اشتباه نکنم که مشکی رنگ بود، البته اون موقع یادم نیست الان دیگه، چون میگم 5 سال من اومدم امریکا. ولی من اینو خدمت شما عرض کنم که من نگفتم که مادر موسیقی یا کار موسیقی من هستم و بیشتر عروسی ها و بیشتر جشن ها که من میرفتم حتی به این نشون که فیلم های من خیلی از عزیزان تو عروسی هاشون دارن، تو جشن هاشون دارن که آخر برنامه یا وسط برنامه من میگفتم که وقتی مجلس خیلی گرم بود میگفتم این روزها همه تپش نگاه میکنن، شما چطور؟ این تو فیلم من، تو فیلم خیلی از اون خانواده ها هستش و همینطور توی تالارا و هتلا که به من میگفتن آقا مگه شما میخندیدن خیلی جالب شاد بودن اینا، میگفتن آقا شما هم میرقصی، چون من هم میرقصیدم رقصای محمد خردادیان انجام میدادن به خاطری که من توی خدمت رو عرض کنم که تو ترکیه رفتم مسابقه دنس خردادیان، برنامه تیوی پرشین بود، یه مسابقه گذاشت و تمام ایرانی‌ها اونجا اومدن و ما کنار همون سحر و سلماز و خیلی کسای دیگه بودیم. به خاطر همین من برگشتم یه مرتبه ایران، برگشتم ایران، این برنامه پخش شد تو ماهواره و کار من بیشتر شد و رونق کار من خیلی بهتر شد نسبت به این کار، چون همه دیدن که حتی من تو باغ آنا هم توی سمت پونک آریا شهر اونجا هم من برنامه اجرا کردم و بیشتر ایرانی ها منو میشناسن. ولی کارتم هم میتونن نگاه کنن، رو کارتم خیلی از کسایی که دارن زده بود که شادی تقدیم میکنن و من بابت تبلیغم الان کار نمی کنم، چون من دیگه اومدم امریکا و سالهاست الان دیگه برای همیشه توی امریکا میمونم، چون من عاشق امریکا هستم و با وضعیتی که در ایران هستش، با این خفقانی که در ایران هستش دیگه بر نمی گردم و رفتم ایران و مدیر بانک جلوی منو گرفت که آقا تمام ادارات تو به هم ریختی، همه بلند می شدن چون می گفتن ای تو برنامه دنس بودی، چون خیلی برنامه شاهکاری بود که برنامه تیوی پشنبا گذاشت با محمد خردادی. و مرحله دوم من رفتم گرجستان، رفتم گرجستان که از اون ور برگردم ایران که متاسفانه ریخته بودم تو محل کار من و
از اون ورم توی خونه من که ریخته بودن که دیگه من اومدم ترکیه، که ترکیه مونده بودم دیگه بر نگشتم به ایران. و این یک کار خوبی بود که کار من بیشتر بود و رونق کار من خیلی زیاد بودش و مجوزی که به ما میدادن از طریق قانون سرگرمی های وزارت ارشاد بود که مجوز به ما داده بودن که اجازه داشتی شما در تالار در خونه ها خیلی برید برنامه اجرا بکنید و من میرفتم برنامه اجرا میکردم. و خیلی از عزیزان اگر بیان تو فیسبوک من و همینطور تو اینستاگرام من قشنگ متوجه میشن که میگن آو این برنامه دنسی بود که همه مردم عاشقش بودن و میرفتن نگاه میکردن. و من یه مسابقه دیگه بود که آقای صالحی من عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، فقط همین، خیلی ممنون که شما اینو گفتید که مردم همه نگاه میکنن. اتفاقا موضوع بحث من با شما اینه، من میگم خب شما هنرنمایی میکنی، مردم قضاوت میکنن، مردم با آمدن تو برنامه شما حمایت میکنن و این دیگه داستان تموم. حالا شما بیای بگی فلانی هنرمند نیست، آخه این یکم چیز بد میذاره برای شما توی جامعه. ببخشید من اصلا میخوام کلامتون شکر. من اول از اینکه بیننده هایی که الان هستن نظارگر باشم، من راجع به آقای برنامه آقای گلزار گفتم و گفتم که من توهین به هیچ هنرمندی نکردم. عدم من و شخصیت من اجازه میده به من که سالها که در یک سیستم اداره که کار کردم و با کت شلوار خیلی مرتب میرفتم میومدم، چون اگه زمان شاه بود بالاخره کروات میزدن همه میرفتن توی اداره مشغول کار میشدن، ولی متاسفانه خب توی این مملکت همه با کت شلوار قانونا باید میرفتن. ولی منی که از لحاظ ادب و کمال پیش خودم میگم که و توی این لاسفوتی که خیلی احترام میذارن و ما رو توی مهمونیاشون دعوت میکنن جیدن چون شناختن ما رو، من از لحاظ این شخصیت هیچ موقع به که هیچ هنرمندی توهین نمی کنم. ولی حسام سینه که مردم خودشون قضاوت کنن. آقای گلزار کسیه که بازیگر سینماست و خیلی از هنرمندایی که حرفه‌ای تر از ایشون هستن، مثل خدمتتون عرض کنم که سعید شایسته و مثل خیلی از هنرمندای دیگه، محسن یگانه و خیلی که کسای دیگه که وقتی میرن بالای سن جایگاه رو بلدن و میدونن که چجور بالای سن وایسن برنامه جواب کنن و مردم رو جذب خودشون میکنن. ولی با فرقی که بین ایشون هستش با کسای دیگه، ایشون کسی هستش که چون پولدار هستش و چون درآمد خیلی بالایی داره و چون خیلی عاشق زیبایی این هستن، به خاطر همین اومدن توی برنامه و به خاطر پولش اومدن. ما حسادت نمی کنیم بابت پول آقای گلزار و بابت هیچ کسی دیگه، هر کسی داره برای خودش داره. آخه شما وقتی میگین به خاطر پولش آمدن، مگه ایشون هر کی میرفت کنسرتش بهشون پول میداد؟ تازه پولم میگیره. ببینید توی برنامهش من شنیدم که این کنسرتی که اجرا کرد بلیط‌ها همه مجانی بود، چون من شنیدم که چون بالاخره اگه اینجوری باشه حق با شماست و اونم یعنی نشون میده چون این شخص پولدار است، تونسته بیاد یه سالونی رو بگیره، تونسته بلیط مجانی به مردم بده و مردم رو بیاره اونجا به یه جورایی ازشون سوء استفاده کنه، فیلم بگیره نشون بله نشون بده توی ایران، نشون بده ببینید نگاه کنید من ببینید جانا. یک هنرمند هیچ موقع نمیاد توی اینستاگرام، اگه شما دقت کرده باشید توی اینستاگرام قوقا کرده آقای گلزار، همه شما توی اینستاگرام برنامه‌های لحظه به لحظه‌ش گذاشت. آقای امیر تتلو هیچ موقع این کارا رو نکرد. امیر تتلو با اینکه این همه دشمن داشت، ولی دیدید که چقدر طرفدار داشت. من حمایت نمی‌کنم از امیر تتلو یا کسایی، همه هنرمندا برای من عزیزن، ولی فرق این دوتا رو شما نگاه کنید که آقای امیر قاسمی اومد نشست توی برنامه تپش، گفت امیر تتلو یک برنامه ایجاد کرده که با اینکه توش هم هزار تا فحش، ببخشید بی‌ادبیه، معذرت می‌خوام، فحش‌های بد هستش، اما ببین نگاه کن همه تو کنسرتش اومدن، از اون برم همه دارن تو لایو نگاهش میکنن تو خونه هاشون، تو خونه هاشون دارن نگاه میکنن. پس ببین فرق این آقا که درآمد خیلی کمی داره و دلش پر از عشق و صفا و پاکیه، با فرق اون آقایی که وقتی میاد حمایت از حکومت میکنه و وقتی که میاد پشتش گرم هستش بابت این مسئله، این مسئله باعث میشه که ایشون بیاد اینجا بلیط‌های مجانی به مردم بده و مردم همه بشینن بلاش کنن. بعد جالب اینجاست که هر ثانیه بیاد توی اینستاگرام لحظه به لحظه نشون بده به مردم، بگه آقا نگاه کنید میخوام ثابت کنم، یه حرفی که ایشون زد، میخوام ثابت کنم به مردم که بدونید که در کالیفرنیا به اون دشمنا دشمنی شما نداره، که چرا با بین ما مردم همش شده دشمن. خیلی خوشحالم که تونستم باهات صحبت کنم، چون این برای من یه چیز شده بود که خب این پولداره و مردم برای پولش میان.
شما باید اینو عوض میکردی، میگفتی که این پولدار مردمم میان برای چیز مفتی. چون ما یه خواننده دیگه هم داریم، فکر کنم اتفاقا همشهری من باشه، من شیرازی هستم، اون آقای شاهکار بینش پژو مثلا. آفرین. ببینید به نظر من کارهای آقای بینش پژو اینجوری که توضیح میدن نیست. این آقا داره نونو به نرخ روز میخوره، ولی من نمیتونم در جهت مخالفت با ایشون قدم بردارم. آقا مردم با رفتن به کنسرتای این آقا سولد آوت شدن، رأی میدن. و متاسفانه با شما در این قسمت هم عقیده هستم که متاسفانه در آمریکا چون معیار همه چیز پول هست، حتی الیکشن و انتخابات الان میبینید هر کی پول بیشتری داره. آقای جو بایدن برای ماها نوشته تا دیشب باید 800 هزار دلار جمع میکرده. خب آقا شما که دیگه الان در عصر سوشال مدیا احتیاج به تبلیغ و پلاکارت و کاغذ و ماشین پخش کردن ندارید، شما هم مثل ترامپ یه توییتر بفرست، به اون یکی هم بگو برای 10 تا دیگه بفرست فلان نه. ولی همه چیز آمریکا، مخصوصا شما که الان آمریکا زندگی میکنید، دیگه اینو با چشم و پوست و گوشت و استخوانتون دیدید و حس کردید که همه چیز بر اساس پول هست. اینا چون پول دارن. بله. یه آقای هنرمندی اومد توی برنامه اینستاگرام، خیلی جالب بود، مجری ازش سوال کرد که شما نظرتون رو بگید. گفت آقای گلزار من نمیتونم نظری بدم، ولی خب همه هنرمنده هنرمندن، ولی حساب سر اینه که الان تمام کسایی که تو کار سینما هستن فوری میان، چون یه مقدار که پول دارن دیگه، اون شعر رو دیگه یا اون خوانندگی رو با عشق از درون وجودشون نمیخونن، فقط یه چیزی میخوان بخونن که مردم بیان فقط گوش کنن بگن به به. چون مردم ما مردمانی شدن که اگر بدم باشه میگن به به، اگر خوبم باشه میگن به به. مردمان ما مردمانی هستن که یک آدمو میبرن بالای بالا که خوب هستش، آدمی که به قول من بد هستشو به قول معروف میبرن بالا، آدمی که خوب هست ببخشید برعکس شد، آدمی که بد هست میبرن بالا، آدمی که خیلی عالی و خوب هستش میذارن زمین. متوجه هستم. حالا بذارید همینجا با شما بحث کنیم. اینجا تقصیر از مردمه یا تقصیر از مردمان ما یا تقصیر از اون هنرمندی هست که با همه شهرتی که داره، با همه که پول داره، باز هم هرس میزنه دنبال شهرت بیشتر میگرده؟ چون اینجوری که شما میگید درآمدی از خوانندگی نداره، و اونی هم که شما میگید خواننده‌های دیگه میان، من مطمئنم که همشون موفق نمیشن، تازه اگر اسم اینو موفقیت بذارید. ولی شما به نظر میرسه که از مردم هم دارید ایراد میگیرید و میگید مردم نمیتونن درست به اصطلاح خوب و از بد تشخیص بدن. اینو درست من میگم؟ درست فکر میکنم؟ ببینید یه چیزی به شما بگم، من چون 50 سال از عمرم گذشته و شما زمان شاه هم دیدید و الان هم دیدید، من توهین به مردم نمیکنم، من به مردمانی میگم که اونهایی که فکرشون افکارشون درست حساب یعنی کار نمیکنه. ما یه نمونهش از موسیقی نمه که بذارم کنار، یه مقدار بیام تو بحث سیاسی، کم خیلی کم نه زیاد، به عنوان یک هنرمند، چون تمام هنرمندا فکرشون از بابت سیاسی خیلی بالا هستش، اینو همیشه یادمون باشه. و اینو بدونی که الان نگاه کنید که در اینستاگرام منم، حتی من آوردم توی فیسبوک هم گذاشتم، که یک آخوندی اومد و برگشت گفتش که نرخ بنزین رسیده به 3000 تومان که رفته بالا، و این مردم مردمانی هستن که عاشق صف وایسادن هستن، عاشق این هستن که هر کسی یکی بیاد بزن تو سرشون، عاشق این هستن که ظلم و ستم رو تحمل کنن، عاشق این هستن که هر کسی اومد وارد شد بگن بله این درسته، با فکر نرن جلو و در انتخابات شرکت بکنن، و مثل همین آقای گلزار نمیشینن فکر کنن بگن آقا ایشون یه بازیگره، چون پول داره چرا اصلا چه رفتی داره، این صدایی داره نه چیزی داره نه نفسی داره، که تو همون برنامه ها دارید میبینید، شما دیدید تو کنسرتش نه نفسی داره نه صدایی داره، ایشون میاد این برنامه اجرا میکنه. آقای این مایکل، آقای مایکل اومد بعدش دو سه تا از خواننده های سرشناس توی ایران که مردم ایران واقعا دوستشون داره و بدون میکروفون اینا رفتن برنامه اجرا کردن، گفتن آقا اونایی که ما میگن که صدا گذاری میکنن و اونایی که ما میگن که سی دی میذارن، من بدون میکروفون برای شما میخونم. حالا این آقایون اومدن بدون میکروفون شروع کردن خوندن، ولی همین آقای مایکل که توی کالیفرنیا هستش شروع کرد اونا رو مسخره کردن و از اون ور خراب کرد خودشو. چرا؟ چون اینا هنرمند نیستن، فوری میان
آدمایی که واقعا با جون دل با عشق از درون عشقشون هنر میدن بیرون و حتی اگر پول ناچیزی هم که دارن وقتی برای مردم میخونن، متاسفانه یک سری آدمای پولدار سوء استفاده میکنن از موقعیت اینجور آدما و اعتبار اینها رو میخوان خراب کنن و میان چیکار میکنن؟ میخوان رقیب اینها بشن، ولی اینو بدونن که هیچ موقع نمیتونن رقیب اینها بشن بله. چون هر کسی باید جایگاه خودش رو داشته باشه. آقای صالحی، ما معمولا سوال میکنیم ببینید شما اشکالات رو گفتید که مردم چنینن چنانن، ما معمولا سوال میکنیم چه باید کرد، راه حلش مثلا در قسمت هنر. راه حلش اینه که دوست عزیز، راه حلش اینه که ماها بیان مثل کشورهای دیگه یاد بگیریم. ببینید ما تا یه حرفی که میزنیم مردم ما یاد گرفتن میگن خب من زمانی که ایران بودم این فکر رو میکردم، گفتم ای بابا اینا اون برن دارن این حرفا رو میزنن، ما برای چی بیایم تو خیابونا؟ یا برای چی خودمون رو به کشتن بدیم؟ برای چی این کارا رو بکنیم؟ بذارید هر کد دلمون بخواد بکنیم. ولی اشتباه ما مردم اینه که وقتی که میشینیم پیش خدا میگیم نگاه کن، اونایی که خارج از کشورن دارن شعار میدن که آقا بریزید تو خیابونا بچه‌هاتون، آقا ما بریزیم بچه‌هامون کشته بشن، آقا فلان و آقا بیسار. نه، راهش اینه که مثل مردم لبنان که الان بیدار شدن، مثل مردم عراق که هنرمنداشون حتی خواننده‌هاشون همه همدست شدن در کنار این مردم اومدن تو خیابون، اینها رو میگن انسان‌های واقعی، اینها رو میگن مردمان باعث. ما کاری نداریم که حالا عرب‌ها چقدر در حق ما ظلم کردن، ولی حساب سر اینه که این ملت که مردم عراق باشن با جمعیتی که خیلی کم هستش و جمعیت ایران که انقدر زیاد هستش، انقدر با هم اتحاد دارن و اون دیواری که جلوی پل گذاشتن امروز اون دیوار رو خراب کردن، زدن کنار با قدرتشون، با شهامتشون و با اتحادشون اون دیوار رو زدن کنار و الان دارن میرن راهشون ادامه میدن که برسن به جاهای اداری عراقی ها که بتونن اعلام کنن که بگن آقا ما سر حرفمون هستیم و شماها باید برید کنار. اما مردم ما تا یک ذره سختی رو میبینن، مردم ما باید شبانه روز تو خیابون مثل مردم عراق و مثل مردم لبنان باشن. نگاه کنید ولی صبر کنید آقای صالحی، شما ماشاءالله جوانتر از من هستین و خیلی پر انرژی، به قول معروف خیلی تون میرین، ولی توی صحبتاتون شما گفتید اجازه بدید، شما گفتید وقتی در ایران بودید خود شما افرادی مثل شما که امروز خارج هستن وقتی حرف میزدن بهشون میگفتی اینا نشستن اون ور آب دلشون خوشه، من چرا برم این کار انجام بدم؟ ضمناً درباره عراق مخصوصا بعد از اون بهار آزادی کشورهایی که دیدیم، تونس، مصر، بگید دیگه 3-4 تا کشور بود، خیلی تون بله خیلی تون قضاوت نکنید، چون باید بعضی وقتا چند سال صبر کرد ببینیم بعدش چی میشه. سوال من از شما اینه، شمایی که ایران بودید اونجوری فکر میکردید، بعد که اومدید اینجا کی متوجه شدید که راه درستش اینه که مردم مثل مردم لبنان باشن، مردم مثل مردم عراق باشن؟ میخوام ببینم اینو بگم به شما، یعنی شما فکر کنی هر ایرانی باید بیاد خارج یه مدت زندگی کنه تا متوجه بشه؟ یا این که من این مطلبی که گفتم، من این مطلبی که خدمت شما گفتم بابت این بود که گفتم که در ایران زمانی که بودم خیلی از دوستان این حرفا رو می‌زدن، چون به خاطر که 18 تیرم من همون روبروی دانشگاه و ساختمون مرکزی فرصت خیابون طالقانی، من اون 18 تیر زمانی که شلوغ شده بود، ما روبروی دانشگاه یه اداره داریم، بانک ملت هستش، طبقه اون بالا ما همه رو می‌دیدیم که ما گارد آهن چجور میومد اینا میزد، چون موقع ساعت اداره بود و اونجا مشغول کار بودیم ما و اونجا داشتیم کار میکردیم. ولی حسابمون سر اینه که وقتی که شما نگاه میکنید که اون موقع این مردم این حرفو میزدن، بابت اینو من دارم میگم که چون مردم با هم اتحاد ندارن، اگر اتحاد داشته باشن باور کن این 4-5 تا چیزی نیستن، چون زمانی بودش که اومدن قاسم سلیمانی رو همه بردن بالا گفتن یک مرد شماره یکه، ولی الان میبینید که قاسم سلیمانی اومده در عراق نه دلسوز مردم ما هستش و نه دلسوز مردم عراق، چون من این تجربیات رو حساب جنگی که بودم و یک سال توی جنگ ایران و عراق بودم و اون موقع سن پایینی داشتم من و خودم یک جانباز هستم، ترکش خورده بدن و کمرم و پا، ولی حساب اینو دارم میکنم که میگم سال خدمت رو از کن 65 و 66 من توی جبهه جنگ بودم. بله. اون موقع تو جنگ بودم. آقای صالحی، اجازه بدید
اجازه بدین چون دوستان از انگلستان و آلمان و اینها هم روی صفحه فیسبوک هستن، آقای لطیف زمانی که وکیل هستن برای شما نوشتن well done, great, he is right، میگن که شما درست میگید. آقای اکبری از آلمان نوشتن که نتیجه میگیریم که کارمون خیلی خرابه. البته این حق ثبت و ضبط کارمون خیلی خرابه مربوط به من میشه که از سال 2003 شروع کردم اینو گفتم. و آقای سعید از کالیفرنیای خود شما میگن که نه، اگر شما نوادا هستید، میگن که آقای مایکل از همه خواننده ها تقلید میکنه و براشون جوک میسازه، حتی از خواننده های ایرانی خارج بیشتر میدونند و حتی برای باز کردن کنسرتشون ایشون روی صحنه میاد، بسیار هم به اصطلاح برنامه تفریحی دارن. در هر صورت من از شما ممنونم. من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، اگه لطف کنید توی صفحه فیسبوکتون با دوستانی که احیانا با شما تماس میگیرن بیشتر در تماس باشید، به قول معروف ریسپانسیو باشین اینها. بعدم باز با هم صحبت میکنیم، من باز میکروفون رو در اختیار شما میذارم 4 دقیقه. سپاسگزارم بابت همه چی و سپاسگزارم بابت مردم شریف خودمون، چون مردمان ما به قول معروف خیلی مردمان فوق العاده خوبی هستن. اما من اینو به شما بگم که در آخر کلامم هم همینه، ولی شما که انتقاد کردی، گفتید این مردم بی خودی یکی ب... انتقاد کردیم. ببین مردمان ما مردمان خوبی هن، اما این حکومت مردمان ما رو بد کرده. ببینید اشتباه برداشت نکنید، این حکومت مردم ما رو برداشت کرده. حالا سب کن، حالا سب کن، یه خانم بله خانم تنازی هم از خدمت شما بگم در بله. آخر کلامم ببخشید جسارت نباشه، آخر کلامم اینو به شما بگم که شاه همسرش چی گفت؟ فرح گفت جوانهای ما که الان در جبهه‌های جنگ بودن برای مملکت جنگ کردن و الان حقشون زایش شده، حقشون بابت چی؟ عراقی ها رو راه دادن تو مشهد که تجاوز کنن به ناموس و شرف و انسانیت ما و زیر سوال ببرن. ولی ما جوانهای زمان شاه بودیم و جوانهای بودیم که شیرکه که اون زمان رو خوردیم، مردونگی اون موقع رو داشتیم که با جرأت رفتیم پای جبهه‌های جنگ وایسادیم. اما دیدیم که اینها در حق مردم ما ظلم کردن. من با شما مخالفم، اجازه بده. اگر من و شما جوانهای دوره شاه بودیم و شاه ما را آموزش داده بود، شاه باید میدونست که میتونست وایسه و از من و شما بخوایم که تختشو نگه داریم. ولی یادتون باشه این آخوندا بودن که با هر حیله و تزویری از کلید پلاستیکی گرفته تا اینکه نمیدونم پاوه جنگه، نشستن ننگه، تا اینکه بیاد ببین آخوندا تونستن من و شما رو بفرستن جبهه، شاه نتونست. شاه فرماندهی بود که بنده که سربازش بودم دارم خدمت میکنم، اون فرار کرد. عزیز من شما خیلی احساساتی هستی، چون هنرمندی هیچ اشکالی هم نداره. ولی خانم تنازی از فرانسه میگه که شما جانباز هستی ولی مدل خردادیان میرخصی. اشکال نداره بله. چون یه هنرمندی، ما زمانی که جانباز بودیم بله. رفتیم برای کشورمون جنگیدیم بله. و اینو به شما بگم که اگر ماها اون زمانم نبودیم، آخوندا که به رحم به مردم نمی کنن درست بله، ولی مگه اگر که این جوان هم نبودن، بدونی که عراقی ها می اومدن که همونطور اومدن تو خرمشهر به زنها تجاوز کردن و جلوش گرفتن. همین آدم های زمان شاه بودن که ارتشیا و جوانهای زمان شاه بودن که این جلو رو گرفتن و نذاشتن و عراقی اومدن به زنهای تجاوز کردن و اونها رو آتیش زدن. اینها این مردمان ما که در خارج از کشور هستن اینها رو نمیدونن، چون به خاطر که اگر ما نبودیم عراقی ها جلوتر می اومدن و بیشتر خانواده ها و زنها و بچه ها رو میکشتن و تجاوز هم بهشون میکردن. عراق اینجور آدم هایی بودن. ولی من یه چیزی در آخر کلمه به شما بگم، یه وقتتون هم نمیگیرم، همه مردمی که دارن گوش میکنن توصیه میکنم به تمام مردم، چون من اون موقع سنم پایین بود و یه پیشاهنگ بودم تو دبستان درس میخوندم و پرچم شیخ خورشید وقتی میرفت بالا ما اون جلو بودیم سرود ملی میخوندیم. یه چیزو در آخر برنامه به همه اجدا، سرود ملی شما چی بود؟ سرود ملی پیشاهنگا چی بود؟ ای ایران بود عزیز من. و یه چیز و یه شعر دیگه که الان اینجا تن همه رو داره میلرزونه، اینجا که من دارم میخونم، این شعر هستش که میگه ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، و
فدای حسرت و امیدت، رهایی رونده تو، رهایی رونده تو. ممنونم، دم شما گرم. آقای صالحی اجازه بده که به شما بگم ما سرود ملی نداشتیم در ایران، ما سرود شاهنشاهی داشتیم. همون سرود شاهنشاهی بله، ولی من خواستم این شعر فکر نمی‌کنی رژیم فکر نمی‌کنی رژیم شاهنشاهی اشتباه کرده بود که یک کشوری با اون قدمت با اون عظمت سرود ملی نداشت؟ در هر صورت من اون موقع سنم پایین بود دوست عزیز. نه دیگه، یه یا نه بهمون بگو دیگه. ما مثل کسای دیگه که عزیزان دیگه که واقعا شاهو دیدن لمسش کردن، ما اون موقع کوچیک بودیم و این شعرهایی که ما میخوندیم و مثل همین شعری که الان هست که میگم تو لاس وگاس وقتی من میرم توی مجلسا میخونم، همه میگن اول تو رو خدا یا آخر برنامه میگن تو رو خدا اینو بخون. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رونده تو، رهایی رونده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. ممنونم، دم شما گرم. امید از همه عزیزان خداحافظی میکنم و اینو به شما بگم که اشک شاه درآوردی و خیلی آدمایی که گفتن بعد خوب آدم استواد میکشه میبره میزنه داغون میکنه، اشک شاه تو فرودگاه درآوردن و این آه و این گریه های شاه گریبان همه مردم ایران هست. اینو یادتون باشه و اینو انکار نکنید. بسیار ممنونم از شما، آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون، موفق باشید، با امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای عباس صالحی بودیم. فیسبوک ایشون رو هم دیدید در حین برنامه و با طرز فکر ایشون آشنا شدید و اگر ایشون باور داره که به خاطر اشک شاه ما داریم تماس پس میدیم، پس باید معتقد باشن که یه سیستمی هست قوی تر از من و شما و اگر به اون سیستم باور دارن دیگه همه چی حل شده، باید بشینیم اون سیستم برای ما تصمیم بگیریم. اشکالا زیاده. طبق معمول آقای سعید کاووسی هم آمده میگه که شما کارتون خرابه چون نژادتون بده. آقای کاووسی اگه برگردی برنامه رو از اول نگاه کنی، اتفاقا گفتم اشکال کاووسی اینه که میگه شما و نمیگه خودش. اشکال اون خانمی هم که دیروز با من تماس گرفت میگه شما ایرانیا، نمیگه ما ایرانیا. بعد بهش گفتم خب اگه ما ایرانیا لیاقت این آخوندا رو داریم، ما ایرانی لیاقت آخوند داریم، ایران هم اونجاست، شما چه کار هستی؟ گفت نه من کردم، ما صاحب ایران هستیم. گفتم خب برو بگیر اصلا سندش هم به نام خوده. دوستان عزیز، ساعت 3:33 بعد از ظهر هست. امروز از ساعت 12 ظهر برنامه مستقیم داشتیم، با آقای محمد کرمی بودیم، با آقای علی هاجری بودیم و با شما دوستان بودیم. از خانم جیلانی روی برنامه دعوت کردیم، ایشون پاسخ نداد. احتمال زیاد ایشون وقتی توی مترو دارن میرن برنامه ها رو نگاه میکنن. این همون دنباله ماجرایی که بهتون گفتم، وقتی با این تلفن که شده همه زندگیمون. باور کنید من آلمان که بودم برای یه لحظه، نه برای چند بار فکر کردم من الان دارم میرم تو این اتوبان. اون موقع بچه که نه 30 سالم بود، تو آلمان میرفتم میدونستم بعد از 66 3 رو میگیرم، بعد از 3 اگزیت 47 فلان نه یا مین بشیم. الان با این اگه این بسوزه وسط راه بسوزه، واقعا چی کار میکنی؟ میزنیم کنار میمونیم وای میسیم؟ همیشه یه پلن بی هم داشته باشید. و میبینید دیگه دیکس بله، آقای زمانی میگه که دیکتاتور بده. دوست عزیز دیکتاتور بده، چه شاه باشه، چه شیخ باشه، چه من باشم، چه شما باشه. ما سرود ملی نداشتیم، متاسفانه به اشتباه سرود شاهنشاهی داشتیم. اگر سرود ملی داشتیم، اولین آخوند میومد میگو این سرود باید عوض بشه، دوزاری ملت اون موقع میافتاد که آقا اینا ایرانی نیستن، اینا دنبال اسلامن. ولی وقتی سرود شاهنشاهی بود،
تازه طرف گفت خب آقا اون که برای خودشه، میگفت شاهنشاه ما زنده باد، ساکهای فرارش آماده باد، هر وقت کسی حمله کرد ایشون در بانکهای سوئیس پول داره در میره. و گفت به من چه؟ ببین ما نبودیم. آقای تیمسار آریانپور، من بارها با ایشون صحبت کردم، آقای سرهنگ عقیلی پور، اینا جزء سیستم شاه بودن. واقعا باز به اون آقای فلا بگم، آقای دکتر انقطاع، ناصر انقطاع، تو برنامه خود من راجع به این که شاه ترسو بود، راجع به این که شاه کارآمد نداشت، نمیدونم کارآمد نبود، کاردان نبود، و راجع به این که شاه دیپلم نگرفت صحبت کرده. حقیقت رو قبول کنید، حالا شما پیشاهنگ بودید، نمیدونم شاه رو ندیدید، چیزایی رو که تعریف کردن شما رو جلب و جذب کرده، این دلیل نمیشه که شما کاملا درست بگید. باید یه مقداری بیشتر بخونید. باز با اونجایی که شما میگید هنرمندا بیشتر از آدمای معمولی میفهمن، 100% مخالفم. میتونید بگید هنرمنده احساساتش بیشتره، بله، ولی دلیلی نداره. مثلا این شهرام شبپره، من فکر نمیکنم بیشتر از یک کارگر ایرانی بفهمه. کارگر ایرانی ممکن 100 برابر این بلد باشه چیزها رو، 100 برابر این درک اجتماعی داشته باشه. گفتنی ها کم نیست. میگن که آقای عباس صالحی هرچی منتظر شد بهش بگی آواز بخون نگفتی و خودش شروع کرد به خوندن. در ضمن ایشان نشه بود، از حرف زدنش مشخص بود. اب نداره. آقای زمانیان هم از ایران آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ حالا این برنامه قسمت 4 در حقیقت، و آقای شاهین فاتحی هم با ما هستن. بسیار خوشحال و روز خوبی بود، از همه شما ممنونم. اجازه بدین یه چند تا خبر دیگه هم براتون بخونم و بعدن بریم از اینجا. و آهان، چرا بلاکی؟ این ماجرای بلاک هم آقای خورسندی هم مثل که مدت اشکال داشت، میگو ما رو بلاک کردن چنین و چنان. و آقای شهرام ایران بومی هم از یه جلسه‌ای برای ما عکس فرستادن، اتفاقا حالا خوب شد که ایشون نوشت. یه چیزی راجع به روز مردا و اینها براتون بخونم که ایشون دیروز گذاشته بود در صفحه فیسبوک. انقدر چیزای مختلف هست که آدم واقعا یادش میره. و اینم عکس این که آقا خب ویدیوش هم بذار آقای ایران بومی. این برنامه دوستان فرانکفورتر نوشته، این همون برنامه که منم توی آلمان بودم در ماه جولای، یا جولای بود چون وای نسادم به آگست و برگشتم سلکت ایریا. فرانکفورتر راجع به این تظاهراتی که بود نوشته، و این تظاهراتم در نزدیکی پارلمان فرانکفورت بود و اونجا ویدیو هم ضبط کردن. بهترین تابلویی که اونجا بود دوستان اینه که نوشته آقای رئیس جمهور، اگر فرزند شما هم از بین رفته بود، حالا میخواستی بری مراسم ختمش، آیا اگه کسی بهت اجازه نمیداد شما خوشحال بودی؟ و دوستان یادتون باشه آقای گلزار خواننده میاد اینجا میخونه میره، ولی آقای شهرام همایون، آقای شهرام ایران بومی رو برای 3 روز وقتی که ویزای 10 ساله داشته بهش اجازه نمیدن که بیاد پسرش رو در مراسم کفن و دفن و یادبودش شرکت کنه. این ترامپ هست، این عدالتی هست که ترامپ داره. بچه های آخوند میان و میرن، چه کانادا چه آمریکا، پسر دانشجویی که باباش حقوق 3 ماه رو فقط برای این بلیت خریده که این برسه به آمریکا وایس کار کنه مدرسه بره، نمیذارن بره، پولرم باطش. بله، میگه در اهواز مردم ماشین ها را در وسط خیابان گذاشتن به خاطر گرانی بنزین. حالا ببینیم بیان تو خیابان ماشیناشون رو پارک کنن. آقا 2000 تا ماشین اگه تو خیابان باشه که آخوند نمیتونه بیاد این 2000 تا ماشین رو ورداره بره، کجا میخواد ببره بذاره؟ ولی ببینید مردم چقدر دوام میارن. همین بولیویا که این اتفاق افتاد، خب چند روز طول کشید، یا هنگ کنگ که بالاخره اون قانون رو پس گرفت، چندین هفته و ماه طول کشید. ببینیم این کار انجام میدن
یا ما با احساسات میگیم اشک شاه رو در آوردیم، آقا اشک شاه رو خودش در آورد، اشک شاه رو فرع در آورد. شاه توی آستین خودش مار پروروند، اول فرع بعدم این آخونده. این آخونده فرزندان خلف شاه هستن، یعنی بهشون یاد داده که چجوری دیکتاتور باشن، با این تفاوت که اینا از اون بیشتر بلدن چجوری پدر مردم رو در بیارن، ولی فرقی نداره. شاه رفته با تاجش، شیخ آمده با عمامه، هیچ فرقی با هم نداره. و ببینیم چی میشه. اگه کسی گزارشی داره از تظاهرات یا اینا بیاد بگه، احتمالا فردا هم مجاهدین میگن ما گفتیم مردم آمدن بیرون، یکی پس از دیگری این کمپوزیسیون عقب افتاده میگن ما گفتیم مردم اومده بیرون، ولی یکی نیست بهشون بگه خب اگه شما گفتید برنامه فردای بیرون آمدن چیه؟ هیچی. اجازه بدید منم همینجا از شما خداحافظی کنم، یا وایسیم هنوزم بخونیم ببینیم. این آقای شهرام ایران بومی میگه که فال شهرام ایران بومی شتاد فرانکفورت شالته، که نمیتونم چیز کنم اینا رو. من دیگه الان این روزا آلمانی ها رو میدم. اون روزی که از دوستان گفت آقا شما چقدر آلمانیت خوبه با وجودی که 33 سال هست اونجا نیستی، گفتم آقا کلکت زدم، آلمانی من کجا خوبه؟ نوشته آلمانی رو دادم به گوگل، گوگل ترجمه کرده. خب یه دوستی ما داشتیم، نمیدونم اسمتون رو میخواین بگین یا نه، ایشون هنوز هم برای من مینویسه و من ممنون و متشکرم. میگه که با سلام، رضا شاه برده نشد بلکه اون پناهنده سیاسی انگلستان شد. محمد قلی مجد، رضا شاه و بریتانیا یک قلم سپرده او، یا میگه از کتاب محمد قلی مجد، یک قلم سپرده او بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا در 1941 در نیویورک 100 میلیون دلار بود که راکفلر چنین پولی نداشت. همان مأخذ میگه سپرده ثابت او 68 میلیون تومان و در حساب جاری 8 میلیون، جمعاً معادل 50 میلیون دلار امروز بود. علت پناهندگی او، یک، ترس او از ارتش سرخ که اگر چنگ استالین به او می افتاد او را به سیبری می فرستاد و با این کار خود قلب تمام ملت ایران را می خرید. دو، شورش افسران نیروی هوایی و بازداشت خسروانی و ترس از بمباران سعدآباد به وسیله افسران شورشی، سروان واسق، سروان وسیق، استوار شورشتری و و و. او سه بار سر خود تا نزدیک قم رفت که انگلیسی ها او را برگردانیدند تا پس از انحلال ارتش برود. سه، اگر او میماند متفقین به خاطر نفرت مردم از او دست و بالشان برای انجام امورشان باز نبود و نمیتوانستند با تسعیر ارز خارجی موجب قحطی و تهیه مایحتاج خود شوند. او در راه فرار هرگاه در کبیر سواران اشاعر را میدید میگفت استالین چتباز فرستاده تا من را دستگیر کنم. من متوجه نیستم در راه فرار. نقل قول بهرام مشیری از پسرش محمود رضا یا احمد رضا برای من. و در راه فرار رضا شاه رو که میگن سوار ماشین کردن از طریق تهران و اصفهان و بعدم بنده رو، بعدم بردنش، بهش گفتن داریم میریم هندوستان، بردنش آفریقای اون چجا بود، جوهانسبرگ و اینجا بود فکر کنم، نه؟ خب ببینیم که میگه که سوربی new section of your program shows 40 minutes on the air. خب چیکار کنم؟ باید یه سال با شما باشم. سعیدم عجب معجونیه. خب به پاس داشت قصه های کوتاه پدران در شبهای طولانی کودکی ما و نبیشتر. نقل است که در دیاری دور مردمانی نمک‌کور در همسایگی شیخکانی پیروز میزیستن. مردمانی ساده‌لو و فریبخوار و عباپوشانی، هزار چهره و دیوصفت بدکردار، روشنفکرانی خودفروش و فریبکار. دوستان، آقای شاهین فاطمی وقتی مینویسن نوشته هاشون قشنگه، الان هم لینکش رو روی فیسبوک گذاشتن، برید بخونید و با ایشون هم در تماس باشید. خیلی ممنون که بیننده برنامه ما هستید. و آقای بهرام خسروی هم قبل از اینکه من برم آلمان، ایشون نوشته بود که مایل هستن یک
چهارشنبه‌ای با ما باشن در برنامه. من از وقتی که تصمیم گرفتم و آمدم توی این جای جدید، به خاطری که خیلی هم کوچیک هست، تصمیم گرفتم دیگه مهمان حضوری نداشته باشم و اینجا هم فکر نمی کنم کسی رو داشتیم. چرا؟ فقط آقای حسن فیروزی، چون آقای حسن فیروزی از کالیفرنیا آمدن با همسرشون و با فامیلاشون که اینجا هستن و مهمان چایی بودن اینجا، ما دیگه نشستیم با هم صحبت کردیم. اصلا اینجا جایی این که با یه نفر دیگه بشینم اینقدر نقلی و اینقدر کوچیکه. ولی این روزا آقای خسرو بهرامی عزیز به وسیله فیسبوک، به وسیله، حالا میگه فیسبوک که میشه مثل همین دوستمون، نه از قبل چیز میکنیم، به وسیله اسکایپ میتونیم برنامه خوبی داشته باشیم، به شرط اینکه شما بنویسید چیزا رو که تکرار مکررات نباشه. و بازم ممنون که هم پیام فرستادید هم تکس فرستادید. دوستی با شماره 415 نوشته جناب آقای سوربی سلام. حالا ببینیم در قسمت دومش ایشون نوشته من هوشنگ هستم از شمال کالیفرنیا. آخه اینجوری تلگرافی ننویسید، هی که مینویسید هی نزنید، هی که مینویسید هی نزنید، سه تا چهار تا جمله بنویسید. خب ما خوشحالیم که شما با ما هستید، بگید که به قول آمریکایی‌ها What can I do for you? How is everything? چه کار میتونیم براتون بکنیم؟ اوضاع و احوال چه خبره؟ ساعت 3:47 است و یکی دو تا خبر دیگر رو بخونم. شاید خبرهای آهان خامنه‌ای که گفت اینجوری برنامه امروز اینم این. و اما فائزه هاشمی در گفتگو با یورو نیوز گفت با حجاب اجباری مخالفم. یکی به این میگه خب پدر سگ، موقعی که بابات زنده بود به بابات میگفتی تو که اکبر شاه بهش میگفتن، تو که همه کار این مملکتی، تو که ملیجک خمینی بودی، این کار انجام بده. این مادر قوه ها هم بدتر از اونا هستن. یعنی آقا یه جورایی این آقای فلانی میگه مردمانمون بدن، واقعا مردم بدی هست. یا اگه مردم خوبی هستیم کسی نتونسته خوبی های ما رو بیاره بیرون. دیدید یه داروی هست میریزن روی مثلا یه موادی، اون اصلش چیز میشه. بدی هامونو هر کسی میتونه بیاره بیرون، نشونمون بده. آقای کابوسی ها که فرمول داره، میگه اگه میخوان آدم بدی رو ببینید برید یه آینه پیدا کنید. ولی خوبی هامون چی شده؟ چرا کسی بلد نیست از این خوبی ها که یه قدرتی از یه انرژی مثبتی از استفاده کنه؟ شما میدونید چی کارش باید بکنید؟ من نمیدونم. در صورت فائزه هاشمی گفت که فائزه هاشمی بهرمانی یا بهرمانی محلش، دومین دختر اکبر هاشمی متولد سال 1341 خورشیدی است و در پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از تهران نامزد شد و توانست به مجلس راه یابد. مثلا این اگه باباش اکبر شاه نبود این میتونست بره مجلس؟ نه. پس بعضی وقتا دوست عزیز مهم نیست. همین آقای رضا پهلوی اگه بچه شاه نبود، کسی که هیچ کاری نمیکنه، اینقدر این برابر طرفدار بی خود داشت؟ نه. اون آقا هم اگه میاد اینجا پول خرج میکنه، همه آقای علیرضا فلانی رو پول میده، آقای فلان تلویزیون رو پول میده، خب پوله. چه باید کرد؟ شما نمیتونی نظم دنیا رو به هم بزنی. شما میتونی بشینی فکر کنی، بگی من با شرایط خودم، من با بودجه خودم، من چه کار کنم آدم موفقی باشم. و این روزها میبینیم خانم لیلی سینگ، برید اسمشو بزنید، شاید اگه بتونم خودم اینجا بزنم، یه دختر هندیه، ببینید یه دفعه چجوری اومد و این دنیای چیز رو گرفت، اینترنت و اینها. الان کسی که فکر کنم اینه، اینقدر هم داره که آدم نمیدونه کدوم میشه. آها این خانم است، لیلی سینگ. بله اینه. اینا دیگه احتیاج به سالن و اجاره کردن نمیدونم کودک فلان اینا نیست. اینا با یه تلفنی برنامه میذاره ولی میتونه چنان صحبت کنه مثل سروبی شیرازی گفتن، مثل سروبی عقب افتاده نیست که همون چهار تا دوستی همی که داره از دست بده. یه جور اینا یه قدرتی دارن. حالا شما میخوای بگی هنره؟ بگو هنر. میخوای بگی نعمت خدادادیه؟ بگو نعمت خدادادی. یه هنری دارن که میتونن روی مردم نفوذ داشته باشن، روی عقل مردم کار کنن و ازشون بخوان یه کاری رو انجام بدن. بابا ببین ما خودمون اینجا کشتیم، میگیم آقا برای چهار نفر اینو بفرست،
هر کدوم از دوستامون یه دلیل میارن. یکی میگه من سر کارم، اگه بفرستم میفهمن سر کار دارم برنامه نگاه میکنم. آقا وقتی رفته خونه بفرست. دوستمون آقای اکبری میگه آقا میفرستم دعوا میکنم. خب اگه اینجوریه شما هر چی میفرستی دعوا میکنن، پس فیسبوک ببند بذار کنار. اونای دیگه هم که نمیکنن، اونایی هم که دشمن مخالفن که عذرشون موجه، ما نداریم اونو، باید قبول کنیم. من از همین میگم آقا ما 7 تا بیننده داریم، ولی 7 تا بیننده از آقای هوشنگ شیرازی گرفته تا پتیک گرفته تا سم گرفته تا اکبری گرفته تا ایکس و وای زد، لطف کنید حمایت کنید. ازتون خداحافظی میکنم با امید دیدارتون شاید دوشنبه، نمیدونم حقیقتش بهتون میگم. چون ما حمایت نمیشیم نمیتونم. بله خانم جیلانی برای ما متاسفانه تو اسکایپ برنامه گذاشته. آهان میگن با درود بر شما، من بلاک هستم، همه جا بلاکم، همه صفحات، حتی پیام نمیتونم در اسکایپ هم براتون پیام گذاشتم. عجب ماجرایی ها این. پس بی خود نبوده که شما، من گفتم جواب شما رو نگرفتم. بنده خدا خانم دکتر جیلانی و این حرومزاده فیسبوک ببینید دیگه چجوری میتونن اونا بیان ولی نمیتونن حرف بزنن. باورتون میشه چنین سانسوری تو قرن 21 یک جوانکی که الان اونم دیگه داره مسن میشه تونسته باشه درست کنه که به من و شما به ایکس و ایگرگ اینجوری تیک میزنه دم دهنشون، چسب میزنه دم دهنشون، چه فرقی میکنه؟ خانم دکتر جیلانی اینجاست، ما منتظریم برامون صحبت کنن. ایشون میگه آقا من بلاک، یکی دیگه هم بود نوشته بود من بلاکم، ها اون دوستون آقای اکبری نوشته بود من بلاکم. دوستان عزیز من از تو ممنونم، سعی میکنم هفته آینده به جد با خانم دکتر جیلانی صحبت کنم. اتفاقا آلمان که بودم دادم 6-7 ساعت رانندگی کنم برم اونجا، هم آقای شادانلو هست هم آقای هم خانم جیلانی هست، با این دوستان یه مصاحبه داشته باشیم. ولی مصاحبه اولی که درست نشد روز جمعه یه کمی چیز شدم، به اصطلاح دیساپوینتد شدم، به قول شیرازی ها تو پوزمون خورد. و اب نداره، بعض وقتا از تجربیات آدم باید نتیجه بگیره و دفعه دیگه مطمئن بشیم، نگاه کنیم با تیم ویوور و با گو تو میتینگ و با اسکایپ و اینها ببینیم اون چیزایی که میخوایم داریم، بعدا را بیافتیم. دوستان اگه میخوایم مسافرت بریم، وسیله راه رو اول آماده کنیم. این چیز عجیبی نیست که شما میخوای آخونده رو از بین ببری موفق باشید. اگه فکر میکنید به دعا از بین میره، خب این کار انجام بدید. اگه فکر میکنید خانم فرح پهلوی چون سیده هست و آقای شاه گریه کرد اینجوری شد ما تقاص پس میدیم، خب چرا این آقای شاه پدر آخونده رو در نیاورد با گریهش؟ چرا خانم فرح پهلوی با دعاش آخونده رو چیز نمیکنه؟ پس اینا دارن مردم رو انتقام میگیرن؟ بعدم چه انتقامیه؟ والا من اگه ایران بودم، حالا بعضی وقتا نق میزنم، حالا دبیرم بودم، بازنشستم شده بودم، حالا داشتم یه جای دیگه کار میکردم یا چیزای خصوصی درس میدادم، بعضی وقتا میگم خب اینا آمدن، ما آمدیم آمریکا رو دیدیم، کشورهای دیگر رو دیدیم، دیدیم آقا اینا دروغ میگن، میگن ما بهترینی، هنر نزد ایرانیان است. چه هنری؟ یه آفتابه ساختید، امروز آفتابه ریموت‌دار اومده. باورتون میشه کاسکو یک بیده به این آقای چیز باید بگیم ممقانی بیده ساخته میفروشه $200 که دیگه شما نمیخواد زحمت بکشی شیر آب رو باز کنی، تنظیم کنی، سردت باشه، گرمت باشه، با ریموت کنترل، کنترل از دور، حالا چقدر دوره از اینجا به اونجا، میزنی و آفتابه باسنتو میشوره. دوستان عزیز روز روزگار بر شما خوش. یه وقت اگه وقت کردید از اول یه برنامه من تا آخرش ببینید ما درباره چند تا موضوع صحبت میکنیم، حالا چه تمام چه نیمه تمام، ولی مغز شما رو به کار میندازه. و اگه دوست داشتید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. بارها گفتیم تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم. این NPR وقتی چیز میکنه میگه این برنامه ها با کمک فلان و فلان و فلان و فلان شرکت و فلان و با افراد بیننده یا شنونده‌ای مثل شما، حمایت فراموش نشه. به امید دیدار، به امید روزهای خوبتر از امروز، فردای بهتر از امروز و به امید آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.